به نام و یاد ایزد متعال با عرض سلام به این برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. امروز دوشنبه 4 ثور 1396 خورشیدی و 24 اپریل سال 2017 میلادی. در این برنامه آغاز روز تا 2 ساعت دیگر به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف و مهم با آگاهان و امور میپردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز میپردازیم بر روزنامه های چاپی امروز کابل که به دست ما قرار گرفته است. در نخست از روزنامه تشت صبح آغاز میکنیم، مطالبی که در این روزنامه به نشر رسیده، از جمله یادآوری شده که انتقاد نمایندگان مجلس و فعالان مدنی از ضعف مدیریتی در ارگانهای امنیتی. سرخط درشت روزنامه 8 صبح به تاریخ امروز می باشد. ریاست جمهوری گفته حمله به قول اردوی شاهین نمیتواند کار یک گروه باشد. هوگو لارنس گفته حمله به مکانهای مقدس نشان دهنده بربریت تمام عیار طالبان می باشد. در ادامه خبرها و مطالب دیگری که در 8 صبح به نشر رسیده است مرور کوتاه می کنم. 8 صبح می نویسه که هوگو لارنس شارژ دافیر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل حمله بعد از ظهر جمعه بر سربازان اردوی ملی در قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ را به شدت محکوم کرده است و گفته است که این حمله نشان دهنده بربریت تمام عیار طالبان می باشد. آقای لارنس در بیانیه با محکوم کردن این حمله و ابراز همدردی با خانواده های تمامی قربانیان می گوید کشتن انسان ها در حال ادای نماز در یک مکان مقدس مانند مسجد نشان دهنده بربریت تمام عیار طالبان می باشد. همچون حملات وحشیانه صرفا باعث تقویت عزم و اراده آمریکا برای حمایت و ایستادگی با همکاران دلیر و شجاع افغانستان می شود. تعهد ما فولادین محکم و استوار است و وحشت دشمن صرف عزم و اراده ما را محکم تر می سازد. هوگو لارنس همچنین حمله بر سربازان اردوی ملی در قول اردوی 209 شاهین را جنایتکارانه و نفرت انگیز توصیف کرده است. پایگاه داعش در فیروزکو بمباران شد. 8 صبح می نویسد که نیروهای خارجی پس از چاشت روز یکشنبه یک پایگاه داعش در شهر فیروزکو را بمباران کردند. در نتیجه این بمباران یک تن از افراد داعش کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به خبرنگار 8 صبح گفته است که افراد وفادار به داعش که ولسوالی 400 این ولایت را به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور متصل می سازد از چند روز به این طرف مسدود ساخته بودند. به گفته سخنگوی والی غور نیروهای خارجی جهت بازگشایی این سرک دست به عملیات هوایی زدند. خبر دیگری که در 8 صبح به نشر رسیده است گفته شده است سند کمک‌های غیر پروژه‌ای ژاپن تمدید شد. افتتاح و برابرداری یک کانال آبگردان و یک کانال آبیاری در ولایت غور. ریاست جمهوری گفته حمله به قول اردوی 209 شاهین نمیتواند کار یک گروه باشد و مطالب دیگری که در 8 صبح به نشر رسیده است به خانش میگیرم. از جمله یک آمریکایی هنگام خروج از کره شمالی بازداشت شد. ایران و چین قرارداد بازطراحی عراق را در وین امضا کردند. خبرها و مطالب مهمی بود که در روزنامه 8 صبح به نشر رسیده بود. میپردازم بر روزنامه های دیگری که بعد از ما قرار گرفته، از جمله روزنامه اطلاعات روز. پایان یک دهه انتظار، کرزی طالبان را دیگر برادر خطاب نمی کند. یک مطلب دیگر همچنان غنی و خطر رویارویی با خشم عمومی. و مطالب دیگر که در اطلاعات روز به نشر رسیده است به مرور کوتاه میگیرم. نمایندگان با تایید دوباره مقام های امنیتی مرتکب خیانت ملی شدند.
اطلاعات روز می نویسه که شماری از سناتوران در نشست روز یکشنبه مجلس سنا در واکنش به حمله بر قول اردوی شاهین در کنار انتقادهای تند از رهبران حکومت و مقامهای امنیتی به دلیل ناتوانی در تامین امنیت همچنان گفتند که مجلس نمایندگان با تایید دوباره صلاحیت‌های مقامهای امنیتی مرتکب خیانت ملی شدند. اظهارات این تعداد سناتوران در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان، شفاخانه 400 بستر در کابل، مجلس نمایندگان وزیران امور داخله و دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کرد، اما نمایندگان دوباره به آنان رأی تایید دادند. زلمه زابوری، یک عضو مجلس سنا، ضعف مدیریتی و غفلت مسئولان را عامل اصلی حمله بر قول اردوی شاهین خواند و گفت وکلا خائن هستند و لعنت بر وکلایی که از رئیس جمهور پول گرفتند و با وزاره امنیتی رأی اعتماد دوباره دادند. رنا ترین، عضو دیگر مجلس سنا، گفت ولسی جرگه با دادن رأی اعتماد دوباره به وزرای ناقابل امنیتی مرتکب خیانت ملی شده است. بشیر احمد تهیانج، عضو مجلس که اخیرا از سوی مجلس به دلیل غیرحاضری دوامدار تعلیق وظیفه شده است، خطاب به نمایندگانی که به وزیران امنیتی رأی تایید دادند در صفحه فیسبوک خود نوشت از تحفه وزیر صاحبان و مسئولین سکتور امنیتی موتر کهنه به مدل نو تبدیل شد. بخشی از قرضهای باقی مانده بلاک رایشی و زمین پرداخت گردید. مصارف سفر خانوادگی خارجه تأمین شد و کسی توانست سالگرد تجلیل کند. کسی محافل شاهانه برگزار کرد و کسی هم سخاوت به ولایت و به ولسوالی و به معکل بلیگوی خود کرد. ولی بدبختانه خانواده سرباز و شهید مجبور است مصارف دفن، خاک سپاری و ختم خیرات را باید از خیش و قوم قرض کند. در این سرزمین همه ارزش ها مغلوب شدند، حتی وجدان. این در حالی است که مجلس نمایندگان روز چهارشنبه وزیر و مقام های ارشد وزارت دفاع را استجواب می کند. ژاپن 3.6 میلیون دلار در بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی به افغانستان کمک کرد. قرضهای طالبان را دیگر برادر خطاب نمی کند. پایان یک دهه انتظار. و مطالب بود که در روزنامه اطلاعات روز به نشر رسیده است. همچنان خبر دیگری گفته شده، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی، حمله اسرائیل به نیروهای هوادار دولت سوریه در بلندی های جولان، کره شمالی یک شهروند آمریکایی را بازداشت کرد. خبرهایی که در اطلاعات روز به نشر رسیده بود به مرور کوتاه گرفتم. و روزنامه دیگری که همچنان به دسترس ما قرار گرفته است، روزنامه آرمان ملی است. آنچه در آرمان ملی امروز با سرخط درشت به نشر رسیده است، گفته شده در گرد همایی اولیای شاگردان در حمایت از مکاتب افغان ترک، خانم گلبهار استاد مکتب نسوان میگه ما اولاد این کشور را، اولاد خود و عزت این مملکت را، عزت خود تلقی میکنیم. خبرهای دیگری که در اطلاعات روز به نشر رسیده گفت با مصدر در آرمان ملی به نشر رسیده گفته شده است که بند کمال خان بعد از 50 سال و خبر دیگری که همچنان در آرمان ملی بلش رسیده گفته شده است که طالبان تروریست دیگر برادران کرزی نیستند. خبرهایی بود که در آرمان ملی بلش رسیده است. در این بخش برنامه آغاز روز در مورد اینکه در واکنش به حمله بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان پیام همبستگی با افغانستان دادند. نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان هراس افغانی را دشمن و تهدید مشترک می دانند. با این حال اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه ایران صلح را تنها راه حل بحران کنونی افغانستان می دانند. در این مورد گزارش را ببینید و دوباره برمیگردیم. افغانستان هنوز قربانی رویدادهای است که سرنخ آن در ذهن هر افغان پاکستان دانسته می شود. اما نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان هراس افغانی را دشمن مشترک می خواند. ما حمله وحشیانه هراس افغانی را به شدت محکوم می کنیم. هراس افغانی دشمن مشترک و تهدید به صلح در منطقه است. با این همه اتحادیه اروپا و دولت ایران صلح را تنها کلید بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان می دانند.
جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت صلح، ثبات و امنیت در منطقه به ویژه در افغانستان تاکید میکند. ما به این باور هستیم که تنها راه برای بیرون رفت از بحران کنونی جلوگیری از مداخله نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی و همچنان گفتگو با گروه‌های مخالف دولت افغانستان است. تنها یک رای حل صلح‌آمیز و فراگیر جنگ میتواند ثبات و رفاه را به شهروندان افغان که شایسته آنند به بار آورد. پیش از این نیز نخست وزیر هند و فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این حمله را به شدت محکوم کردند و آن را بزدلانه و وحشیانه خواندند. پاکستان از جمله کشورهایی بوده که به ویژه در بیش از یک دهه اخیر از سوی جامعه بین المللی و کشورهای حامی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و متهم به ناامنسازی افغانستان شده است. اینکه هرسگاه گزارش های بنشر رسید در گذشته ها از موجودیت لانه های امن گروه های تروریستان در خاک پاکستان، با آن هم مقامات پاکستانی چنین ادعاها را رد کردند. اما تا کنون فکر میکنن بعضی از آگاهان که همواره سیاست دو پهلوی پاکستان باعث شده است تا ناامنی ها در کشور اوج بگیره و همچنان یک نابسامانی در سکتور امنیتی با وجود بیاید. این حرفا تا چه حد میتونه که درست باشه و همچنان به خاطر بحث و بررسی این که پاکستان تا کنون در خصوص مبارزه با هراس افغانی چقدر گام‌های مثبت و اثرگذار را در کنار کشورهای همسو با افغانستان برداشته یا خیر بحث می‌کنیم. آقای حکیم صابر استاد دانشگاه برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای صابر سلام و بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر بگوییم که مبارزه پاکستان با گروه‌های هراس افغانی، هرچند که مقامات پاکستانی یادآوری می‌کنند که ما مبارزه می‌کنیم و همسو هستیم با کشورهای متحد افغانستان، واقعا چنین است؟ بسیار تشکر میکنم. اجازه میخواهم که اولتر از همه سلام احترام خدمت شما بینندای عزیز، شما همکارای تکنیکی شما داشته باشم و خیلی ممنون و تشکر میکنم اینکه مرا دعوت دادین تا در برنامه شما اشتراک بکنم. در پیوند به پرسش شما میخواهم بگویم که پاکستان از بدو تاسیس تا حالا در قبال افغانستان یک سیاست خصمانه، دشمنانه، مداخله گرایانه و ده ها مورد منفی دیگه با امی واژه های سیاسی اینا داشته که متاسفانه در این خصوص ما یک بار نه، دو بار نه، هزار بار نه، به بیشتر از او ما شاهد از این موضوع بودیم. در خصوص روابط بین الملل، در خصوص قضایای سیاسی دنیا، تمام کشورها در صدد ازی هستند که ما چطور بتانیم منافع خود، منافع استراتژیک خود، منافع راهبردی خود در خصوص مسائل کلان منطقه و جهان تامین بکنیم و این حق کشورها است. اگر پاکستانی کارا بکنه، اگر جمهوری اسلامی ایرانی کارا بکنه و جمهوری مردم چینی کارا کنه، این یک حق سیاسی، یک اجتماعی و حق جغرافیایی از این کشورها هستند که هیچ کسی نمیتونه به او سهگذاری بکنه و یا هیچ کسی نمیتونه به او کدام علامه نشان بندازه که چرا شما این کارا میکنین. اما از او جایی که پاکستان از بدو تاسیس عامی تروریسم بوده، این بر ما خیلی به شوخی میمانه یا خیلی مسخره کننده است که اینا میگن که هر وقت هراس افغانی دشمن صلح و ثبات و صلابت و انسانیت در منطقه بوده. اگر قرار است که شما به حرفتان متحد هستین، اگر قرار است که شما باورمند به این واژه هستین که هراس افغانی در منطقه دشمن صلح و ثبات بوده، چرا رهبر تمام تروریست‌های دنیا را که اسامه بن لادن نام داشت در کشور پاکستان به سالهای متمادی ایر جای دادین و به صفت یک برگ برنده از این استفاده کردین؟ برگ برنده به این مفهوم که از کشورهای کلان دنیا شما باج گرفتین و این رهبر بسیار کلان تروریست داره در کشور خود جا دادین. در حقیقت پاکستان عامی تروریسم، در حقیقت پاکستان چاق کننده و فربه کننده تروریسم در منطقه است که ایره هیچ کس نمیتونه که از این چشم پوشی بکنه. اما بحث اصلی و نگرانی کلی یا نگرانی اصلی ایج است که مجریایی که در داخل نظام ما، در داخل ساختارهای حکومتی ما اینا تشریف دارن، هر از گاهی اینا باعث میشن که از اردوی ما، از پلیس ما، از
شهروندای عادی ما، از اساتید ما، از دانشجویای ما و از افراد بسیار نخبه کشور ما اینا قربانی بگیرن و به نفع بادارای از اینا که او طرف خط دیورند، او طرف خط آل هر خط دیگه که شما میگین، اینا به نفع از اونا کار بکنن، فعالیت بکنن و بر اساس عمو تعهدات که دارن به اونا در آخر روز وفادار باقی بمانن. بحث دومه که ما میخوایم خدمت شما ارائه بکنم که گزارشاتی که از این تلفاتی که در قول اردوی 209 شاهین اتفاقا در بلخ اتفاق افتاد، شما ببینین این بحث شوخی نیست، این یک بحث بسیار عادی هم نیست. ای کاش من وزیر جنگ شما می بودم تا یک گلاس زهر می نوشیدم و امروز دیگه شما مرا نمی داشتین، و ای کاش من یکی از مقامات از این نظام می بودم تا من امروز خودم شخصا خود القاویز می کردم تا شما امروز یک میکروب را به نام از این کسی که بالاخره توسط عدم مدیریت، عدم شایستگی و عدم فرهیختگی این پست بسیار کلان حکومتی افغانستان اینا انحصار کردن و اتفاقا از این اچ استفاده کردن نمی تونن. ما یک دستگاه بسیار کلان حکومتی را به نام دستگاه دیپلماسی در چوکات نظام افغانستان داریم و در این چوکات دیپلماسی افغانستان یک ریاست بسیار راهبردی و کلان را به نام ریاست مطالعات استراتژیک افغانستان در اوج داریم. متاسفانه یگانه چیزی را که من در این ریاست نمی‌بینم او استراتژی است، در حالی که برعکس اتفاقا اونا به این فکر هستند، به این باور هستند یا علم از اونا، دانش از اونا اینقدر قد میته که اینا فکر میکنن که در آخر روز اینا قرار است که حاضری خدا امضا بکنن، یک مقدار اضافه کاری بر خود تای مرایل بکنن، یگان مکاتیب اینا وارده بگیرن، یگان مکاتیب اینا صادر بکنن، یک کمی هم کتاب ها را بخونن و بالاخره در آخر روز اینا یک استراتژی مشخص، یک طرح‌ریزی مشخص و یک برنامه بسیار درست و کارا برای حکومت، برای دولت و برای ملت اینا نمیتونن که طرح بکنن. شما ببینین اگر قرار می بود که این ریاست استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان کار خانگی خود به شکل علمیش، به شکل بسیار درستش، به شکل مثمر ثمر اینا ادا میکردن، ما حداقل میتونستیم امروز به سطح یک کشور پرقدرت منطقه از لحاظ مسائل سیاسی می بودیم. حداقل میتونستیم، خب من نمیگم ما کشورها را به چالش میکشاندیم، اما حداقل میتونستیم که از چالش های جهانی، از چالش های تروریسم، از چالش های مثلا مسائل اقتصادی و سیاسی خود در امان نگه داریم داشته باشیم. متاسفانه که کار نکردن. بحث بسیار مهم عمده که در خصوص قضایای آخر یا در خصوص معادلات کلان افغانستان اتفاقا صورت میگیره اوی است که شما ببینین ما در داخل خود چقدر مشکل داریم. وقتی یک حادثه صورت میگیره همسایه ما میایه او را تقبیه میکنه و ما همچنان با یک روی کرده که اتفاقا همسطح از اونا یا همسوی از اونا میایه ماتم ملی را اعلان میکنیم. آیا ماتم ملی میتونه که قصد این حادثه بسیار دلخراش را که برادرای بسیار گرامی ما، برادرای بسیار ارجمند ما، کادرای نظامی ما، میتونم بگویم که دکترین نظامی ما جان خدا را از دست دادن، بالای از اینا سرمایه گذاری صورت گرفته بود، بالای از اینا به شکل بسیار گسترده، به شکل بسیار فراگیر اتفاقا مصرف شده بود. امروز ما اینا را همیشه میریم برابر دو سه قبرستان اینا را دفن میکنیم و در آخر روز ماتم ملی اعلان میکنیم. یعنی چی؟ امی از مدیریت استراتژیک ما، امی از مدیریت راهبردی ما، امی از خرد سیاسی ما. اگر خرد سیاسی ما امی از خیمه، قد ما از پاکستان، قد ما از سومالیا، قد ما از کشورهای بسیار دور افتاده دیگه دنیا بسیار کوتاهی میکنه. ما یک قد بلند یا یک قد تنومند، ما یک شخصیت با صلابت، ما یک شخصیت پرقدرت و ما یک شخصیت بسیار دانشمند در خصوص روابط بین الملل نداریم. خب تقبیه کردن این مسائل، تحریم کردن این مسائل و در آخر روز وقت شما میگین که ما ماتم ملی را اعلان میکنیم، آیا این میتونه که درد اونمو مادر را یا درد اونمو پدر را که فرزند خودت زیر خاک کرد این بتونه که کاهش بده و یا یک مدیریت راهبردی دیگه را که برای پیشگیرانه یا تانسته باشیم یک عمله که اما اعمال تخریبی آینده را ما بتانیم مدیریت بکنیم یا از بین ببریم یا کاهش بتیم، میتونه اینا را از بین ببره؟ واضح است که نمیتونه.
حالا در سطح روابط بین الملل اگر یک تفسیری داشته باشین، هرچند که پاکستان همواره تاکیدش بر مبارزه با گروه حراس افغانی بوده، از سوی دیگر کشور آمریکا، چین و روسیه گروه‌هایی که در افغانستان دست به اعمال تروریستی می‌زنند همچنان یک تهدید به منطقه می‌دانند و به کشورهایشان. پیش از روی کار آمدن اداره جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، شماری از دیپلماتان به این باور بودند که پاکستان در حال منزوی شدن است، ولی از اینکه اداره جدید آمریکا به رهبری ترامپ روی کار می‌آید، در این زمان اخیراً کمک‌های میلیون دلاری همچنان به پاکستان سرازیر می‌شود و پاکستان با سیاست درویی که به باور شماری از آگاهان دارد طوری نقش بازی می‌کند که همین سیاست خود با امریکا نگه می‌داره طبق سال‌های گذشته و از منزوی شدن خودشان نجات می‌ده. شما فکر می‌کنین که آنچه دیدگاه‌های در خصوص مبارزه با گروه‌های حراس افغانی یکدون وجود داره نزد کشورهایی که تروریسم را یکی از چالش‌ها می‌دانه به ویژه بر منطقه و تهدید بر کشورهایشان می‌دانه، آیا پاکستان یک دیدگاه همسو با کشورهای حامی افغانستان داره تا کنون یا خیر؟ بسیار تشکر میکنم. اتفاقا در چند بود پرسش شما میخوایم بپردازم. یکی که پاکستان یک لابیگر بسیار خوب در سطح روابط بین الملل بوده، اما تو که شما فرمودین بحث منزوی شدن پاکستان یک بحث خیالی است. خب بالاخره وقت سیاسون ما یا سیاست مردان ما یا او دوستایی که در اریکه قدرت اتفاقا در سیاست تشریف دارن، اونا بالاخره وقت هیچ گپ را نیافتن باز اینا میان عنوان میکنن یا اینا میان تدوین میکنن یا اینا میان بالاخره استدلال میکنن و میگن که پاکستان منزوی شده. خب پاکستان کی منزوی ساخته؟ آیا افغانستانی را منزوی ساخته؟ آیا شخص شمایی را منزوی ساخته؟ پاکستان از یک صلابت بسیار بالا، از یک شخصیت بسیار بالای حقوقی در سطح روابط بین الملل در قبال زیاد کشورها اتفاقا تشریف داره. هر حرف پاکستان خریدار داره و هر گفته پاکستان اتفاقا شنونده داره. لابیگری بسیار خوب پاکستان یک بار نه، ده بار نه، بلکه چندین بار باعث شده که پاکستان از پردگاه بسیار خطرناک و فاجعه بارش نجات بده با نمو شخصیت برسانه که امروز پاکستان بحث مسائل سلاح‌های زرعی را داره، بحث مسائل سلاح‌های تسلیحات بسیار پیشرفته و مدرن در سطح منطقه و در سطح جهان داره. کشور ایالات متحده آمریکا نمیتونه که یک عامی بسیار خوب خود در منطقه در این نقطه یا این جغرافیای دنیا از دست بده با توجه به اینکه امروز اونا منابع بسیار خوب استخباراتی دارن، البته مقصدم از پاکستان است، منابع بسیار خوب مدیریتی دارن و منابع بسیار خوب عطا براتون میتونم بگویم که استخباراتی و تروریستی دارن. در این خصوص ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای دونالد ترامپ یا حزب جمهوری خواه، اینا در صدد از این نیستن که یک عامی بسیار خوب خوده که در آخر روز هر کار را میتونن با توسط از اینا در منطقه تامین بسازن، ایره از دست بتن. بحث همسویی یا بود دیگه پرسش شما را اگر قرار باشه که موشگافی بکنیم یا قرار باشه که ما تحلیل و تجزیه بکنیم، خب پاکستان در آخر روز هرگز نگفته که ما دشمن ایالات متحده آمریکا هستیم. در تمام نشست‌ها، در تمام سخنرانی‌ها، در تمام کنفرانس‌ها و سمینارها اینا به تمام معنا گفتن که ما بالاخره همسو هستیم، استراتژی مشخص داریم و برنامه‌های فراگیر داریم و بالاخره یکی از عامیان بسیار کلان ما در سطح روابط بین‌الملل ایالات متحده آمریکا است. کی موضوع رو برای افغانستان هم گفته، اما عقب پرده های سیاست یا عقب چیزی را که ما در رسانه ها میبینیم او چیز دیگه است. پاکستان یک بودجه بسیار مشخص، یک بودجه بسیار فراگیره در خصوص رشد تروریسم، رشد حراس افغانی و رشد واسکت باوری در دستگاه نظامی خود یا در دستگاه استخبارات خود که آیس‌های نام داره، اینا اتفاقا او را دارن و یک بودجه بسیار کلان در این خصوص اینا تخصیص دادن که هر از گاهی بتونن از این بودجه یا از این سازمان استخباراتی به نفع خود استفاده بکنن. شما ببینین وقت در همسایگی شما یک کشور بسیار ضعیف یا در جغرافیایی که شما زندگی میکنین یک کشور بسیار ضعیف به نام افغانستان اماره از جنگ، از تروریسم، از بدبختی، از نابسامانی رنج برده و در کنار از او یک کشور دیگه که به نام جمهوری پاکستان شما دارین و اینا
اینا صاحب بمب اتم شدن. این خودش نماینگر چی است؟ فقط نماینگر اینمی میتونه باشه که پاکستان از تمام مسائلی که در افغانستان اتفاق افتاده به نفع خود به صفت یک استفاده کننده منابع بسیار خوب و یا یک شخصیت حقوقی که امواره در صدد ازی بوده که باز ما چطور بتانیم که به نفع خود استفاده بکنیم. هیچ نوع برنامه در ساختار نظامی، در ساختار تشکیلاتی، در ساختار مدیریتی پاکستان وجود نداره که بر اساس از او صلح در افغانستان تامین شوه، بر اساس از او امنیت ما تامین شوه، بر اساس از او شهروندای ما به شکل بسیار مسئولش به زندگی اجتماعی خود بپردازه. و این حق از اونها است. حقشان برای خصوص که اونها در آخر روز برای ملتشان، برای مردمشان، برای شهروندایشان، برای نظامشان و برای دستگاه‌های مختلفی از اونها پاسخگو هستند. و اتفاقا خوبم پاسخ میتونن بگوین، به خاطر که شما ببینید در گذشته یکی از اراکین بلندپایه نظام دولت پاکستان به یاد دارم و ویدیوی از او در مطبوعات وجود داره که یک کلدار پاکستانی را با 1000 یا 10000 افغانی برابر کردن و گفت که از دستاوردهای بسیار کلان ما امی است که من یک کلدار پاکستانی را معادل 10000 افغانی پول امو زمان افغانستان ساختم. این فکر میکنم یک دستاورد بسیار خوب برای کشور از اونا بوده. اقتصاد ما را ضربه دادن، به می شکل اردوی ما را ضربه زدن، پلیس ما را ضربه زدن، نظام تحصیلی و علمی و اکادمیک ما را ضربه زدن، کادرهای ما را ضربه زدن و در قبال از او یک گرامی، یک بزرگوار، یک شخصیت بسیار ملی ما میاین برای ما میگن که شما مطمئن باشین که من قصد از این موضوع را میگیرم. رهبر شما بدون سر در زیر زمین رفت، شما قصد از او را گرفتین. قهرمان ملی شما به شکل بسیار خراب، به شکل بسیار مرموزش به شهادت رسید، آیا شما قصد از او را گرفتین؟ شما چی میخواین بگوین؟ استدلال شما چی است؟ به همین مادره که امروز فرزند 20 ساله خود زیر خاک کرد، آیا شما یک فرزند تولد میکنین؟ چگونه تولد میکنین؟ آیا شما قرار است که درد عمو مادر را که امروز رفت با تمام احساس، با تمام عواطف و با تمام درد فرزند جوان خود زیر خاک کرد، شما او را میتونین که مداوا بسازین یا شما میتونین که او را مرهم بگذارین؟ واضح است که شما یک بار دیگه دروغ میگین، یک بار دیگه شما فریب میتین مردم و یک بار دیگه شما به خاطر گرفتن آرای مردم که ما میتیم رای، به خاطر که ما از اونمون شهروندایی هستیم که بالاخره اگر رای هم دادیم یا ندادیم، آقای احمد رئیس جمهور شد، آقای محمود یک جای دیگر انحصار کرد و به این شکل یک بار دیگه هم از ما قربانی گرفتن، به خاطر که ما گزینه دیگه نداریم. ما از اون جوانان نیستیم که کشور یک بار دیگر ترک بکنیم و بریم به کشورهای اروپایی و غربی اتفاقا در اونجا راحت بگیریم. این در احساس ما گنجانیده نشده. تشکر، خیلی سپاسگزارم از حضورتون آقای حکیم صابر استاد دانشگاه. ممنون از شما، همچنان سپاسگزارم که تاکنون همراهی مان کردید و در ادامه نیم ساعت دیگر برنامه آغاز روز را از استدیوی هرات آریانا نیوز بیننده باشید. همکار ما در استدیوی هرات هستند. آقای کریمی سلام بر شما، صبح شما بخیر و بفرمایید. تشکر، سلام به شما و سلام به همه بیننده های عزیز که آغاز روز را میبینند. با شما هستم از استودیوی هرات. تا نیم ساعت دیگر مهمان من محمد آصف کبیر معاون اداره صحت عامه هرات هستند. بیشتر روی موضوعات صحی صحبت میکنن و توسعه خدمات صحی در بفرمایید. برنامه خوب داشته باشین. تشکر، سلام مجدد خدمت همه بیننده های عزیز که آغاز روز را میبینند. با شما هستم از استودیوی هرات. آقای کبیر بسیار خوش آمدید. من میخوام که روی سه مورد مشخص اگر صحبت بکنیم، چون مواردی که همیشه گویا انتقادها به دنبال داشته و مشکلات بوده که همیشه مردم شکایت هایی داشتن از اوی که بحث شفاخانه های خصوصی بوده، یک مسئله داروهایی که کنار بازار هست و بحث عمده همی است که امسال برنامه های خود صحت عامه چه هست و تا چه اندازه خدمات صحی در ولسوالی ها توسعه یافته. من میخوام بیشتر روی برنامه های خود اداره صحت عامه ابتدا صحبت بکنیم که خدمات صحی تا چه اندازه توسعه یافته، در کدام نقاط بیشتر فعالیت صحی آغاز شده که قبلا نبوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنان بینندگان خوب و همکاران نهایت عزیز شما. هزار سپاس دارم ویژه که دقیقاً قسمت از زمان طلایی برنامه تلویزیون شبکه آریانا نیوز در اختیار برنامه مهمی که عبارت صحت و سلامتی جامعه و دستاوردها و کارها و مشکلاتی که در سیستم وجود داره فرصت در اختیار اداره صحت و من قرار دادیم. ممنون شما. در مورد بحث مثلا ارائه خدمات صحی، مطلقا خوشبختانه تمام تسهیلات صحی ما در ولایت هرات در تمام گوشه و اکناف و ولسوالی ولایت هرات به شمول شهر هرات مراکز صحی ما باز است، خدمات رسانی جریان داره و خوشبختانه در تمام کلینیک های ما به استثنای کلینیک های ساقات دور که دکتر زنانه کم بود داریم، تمام کلینیک های ما با همه چالش ها و نگرانی هایی که در سایر واحد های حکومتی اگر احساس میشه نسبت کم بوده بنا بشری خوشبختانه این مسئله در ساختار اداری ما در سطح ولسوالی محسوس نیست. حالا اگر فرصت برنامه بود راهکارهایی که روی دست گرفته شده این مسئله ای که بزرگترین مشکل در ساختارهای همه سازمان ها انسان ها و یا منابع بشری سازمان هست چگونه مرفوع شد باز اشاره خواهد داشت. در قسمت توسعه ارزی خدمات صحی ما در طی سال گذشته تا زیادی از پروژه های شما شاهد بودیم، افتتاح داشتیم، سنگ تداب داشتیم و در این نظام برای سال 1396 دقیقا برای با تمرکز به ساعات دور که ساعتی که زیر پوش خدمات صحی بنا به دلایل یا به عنوان ساعت سفید معرفی شدند توجه بیشتر صورت گرفته. ما در طی سال 1396 مطلقا پروژه های مختلف در با توجه به ساعات دور داره. در طی سال روان 16 کلینیک ما در سطح ولسوالی ها در کاتگوری ها و در لیول های مختلف خواهد داشت و دقیقاً هنوز هم مشکل مردم حل نخواهد شد، هنوز هم فرصت بیشتر باید داشته باشیم تا اینکه خدمات صحی به صورت جامعه و کامل از بر مردم برسه. ما یک برنامه دیگه روی دست داریم که به نام ساخت آشیانه‌های صحی هست. ساخت آشیانه‌های صحی در کنار مراکز صحی در پلوی مراکز صحی یک تا ساحاتی که خدمات ولادی ضرورت هست و دقیقا ساعت است که این هم کلینیک های ساخته میشه به نام آشیانه صحی که هم تعمیر ناساخته میشه و هم از اون ساعت کسایی که صف 12 خونده باشن دخترها برای دوره آموزشی دو ساله خود آورده میشه در مرکز ایران، هم آموزشی برای اینا داده میشه همزمان با او کار ساختمانی پروژه اینا تکمیل تست صحی هم شروع میشه که ما طی دو سال برنامه ای که دقیقاً تقریبا در حدود 90% کارهای پروپوزل و پیشنهادات و طرح و اجانب دونرها تقریبا و چراغ سبز داده شده، 25 آشیانه صحی در یکی از پروژه های خود داره و 20 آشیانه صحی که پروپوزل از او کاملا نهایی شده و امروز یکی از روزهایی است به تعقیب سلسله جلسات قبلی ما که انتخاب ساحات صورت میگیره و زمین مردم ادامه میکنه و کار ساختمانی هم انجام خواهد شد که خوشبختانه میتونه در قسمت پایین آوردن میزان مرگ بر مادرها افزایش دسترسی مردم برای خدمات و خصوص خدمات واکسیناسیون کمک کننده خواهد بود. آشیانه فقط برای بخشای نسای ولدی دقیقاً هم هدف اساسی اینا بیشترین چون هنوز هم میزان مرگ میره خب در مجموع در کشور و همچنان در هرات میزان مرگ میره ناشی از حاملگی یا اختلالات ناشی از حمل وجود داره و همچنان هم پوشش خدمات واکسیناسیون یکی از جمله نیازهای اولیه هست. بنابراین فلسفه آشیانه‌های صحی با تمرکز بر این مورد، خب چون ساختار تأسیس صحی که در اینجا صورت میگیره برای انکشاف هم برنامه‌ای در روی در نظر گرفته شده، یعنی اگه فردای وزارت صحت هم برای انکشاف از اینا در حد مرکز صحی اساسی برنامه ریزی میکنه، زیربنا از هم اکنون برای انکشاف از اون حتی در نظر گرفته شده که مثلا در اینجا خدمات یا اون پکیج خدمات حسب نیاز مندی های آینده در اونجا به معرفی بکنه. خب به هر حال هرات میکنون که مردمی شاید بیشترین دسترسی به خدمات صحی داشته باشن نسبت به هر ولایت دیگر اگر مقایسه کنین، چقدر مرفوع شده نیازمندی های صحی مردم در شهر و ولسوالی ها؟
خب ما هنوز هم میتونم خدمت شما گفته بین 75 الی 80 فیصد ساحات یا مردم مطابق با دسترسی به ارزی خدمات صحی مطابق با تعریف که جانب وزارت صحت عام صورت گرفته دسترسی دارن، ولی در همکنون بین 25 الی 20 فیصد موارد ساحات وجود دارند یا مردم ما دسترسی به خدمات صحی مطابق با تعریف وزارت صحت عام نداره، که خوشبختانه برنامه هایی که روی دست وجود داره میتونه کمک کنه در قسمت پوشش خدمات صحی و میزان افزایش دسترسی مردم خدمات صحی. یعنی این 20 فیصد تحت کنترل شما نیست یا مسائل امنیتی نمیگذاره که مناطق برای چگونه است؟ نه، مشکل نگرانی وجود نداره، دقیقاً در همه ساعاتی که فکر میشه در نظر در جغرافیای هرات شامل است، چه به قولی در اون ساعات مخالفین حکومت هستند سر میزنند، در اون ساعات مطلقاً کلینیک های ما در اینجا باز هست، مزرعه برای ما نگرانی از نظر امنیتی وجود نداره. خدمات صحی ما خوشبختانه طالب چالش آنچنانیه که نتونسته باشیم خدمات ارائه بدیم مواجه نشدیم، ولی مشکل محدودیت های بودجه‌ای هست که معمولا خب همکنون اگه میگیم پروفایل صحی هرات در نظر میگیریم، پروفایل صحی 5 سال پیش نبود و دقیقاً هم 5 سال بعد یا 10 سال بعد هم نیازمندی به صورت کاملاً 100 درصد مطلقاً برآورده نخواهد شد، چون ما هر زمان یک پکیج جدید، یک نوع خدمات، انکشاف خدمات، وقتی که انکشاف خدمات امروز در یک سطح متوقع هستیم بیاد میرسیم به نان فردای باز نیازمندی های مردم تغییر میکنه، نیازمندی های مردم افزایش پیدا میکنه برای نوع نظر به نوع خدمات. خب وزارت صحت عام همزمان باید تلاش میکنه که میشه برای افزایش خدمات صحی و افزایش مراکز صحی تلاش داشته باشن و بیشتر تمرکز ما در ساحات در ولسوالی ها است که این مردم معذرت به نامه ای که در پوشش ما نباشند یا ما در اینجا رفتن مشکل داشته باشیم یا مشکل نگرانی امنیتی باشن، اکثرا مشکل محدودیت های بودجه‌ای هست که در اونجا برای ساخت از اونها و شمولیت از اونها در پروژه های ساعت اکسل نگرانی های بوده. نظر به اولویت بندی هایی که صورت گرفته، تحصیلات نظر به سقف بودجه ای که اختصاص داده شده از جانب وزارت یا از جانب دونرها و فرصت هایی که در هرات دست داده شده، نظر به نوع اولویت ها و دقیقاً ما در صورت که بودجه کافی به دست از قرار داده بشه معذرت برای ارائه خدمات و توسعه مراکز صحی خود نداریم. چلنج بزرگ و آنچنانی نیست برای این کشور. آقای کبیرال، در حال حاضر که مراکزی که در ولسوالی ها داریم و در شهر داریم، مراکز صحی چقدر علاوه امکانات مجهز هستند، علاوه پرسنل مجهز هستند؟ ما مطابق با استانداردهایی که جانب وزارت صحت هم معرفی شده، مطابق با همه استانداردها مراکز صحی ما کارمندهای صحی خود مکمل دارند و تجهیزاتی که جانب وزارت صحت هم مطابق با که مرکز صحی که تعریف شده، مثلا یک مرکز صحی بی سی یا یک مرکز صحی اساسی، یک مرکز صحی جامعه، یک سب سنتر، یک شفاخانه ولسوالی، باید دارای چی نوع امکانات باشه مطابق با، چون همیشه ما نظارت هایی که انجام میشه هم از جانب اداره صحت عام هم از جانب وزارت صحت عام و همچنان دونر هایی که پروژه ها رو سپورت میکنن، نظارت هایی که صورت میگیره، ما با معیارات معرفی شده همخوانی داریم، اما امکانات ابتدایی هست، امکانات خورده مطابق با سطح مرکز صحی وجود داره. مثلا شما بیاییم در سطح یک در سطح شکل از مراکز صحی ما که یک مرکز صحی جامعی هست، مثلا ترغندیر اونو سال خدمت شما بگم، خب ما در روی یک ماشین اینستیزی داره، یعنی مجهزترین امکاناتی که در یک مرکز صحی باید زور داشته، ماشین اینستیزی. حالا شاید خیلی از شفاخانه های ولایتی در سایر ولایت ماشین اینستیزی نداشته باشند، در کنار این امکانات دکترای مجرب هم هست. خب مطابق با همون تعریفی که خدمت شما کردم، خب شرایط همینه که در سطح مرکز صحی، یعنی در مرکز بیاییم پایین تر از شفاخانه ولسوالی اگه صحبت بکنیم، دکتر ام دی یا جنرال پرکتیشنر وزارت صحت هم گفته باید داشته باشن، که همه ای سی سی های ما دکتر مردان خود دارن و کلینیک های شهری و نیمی شهری ما همه به پلیز که دکتر مردان دارن، دکتر زنان هم دارن. دیگه سوتو که میاییم شامل قابله، شامل نرس زنانه، نرس مردانه، همه اینا تکمیلن. تنها مشکل ما در تمام ولسوالی ها، حتی ما تقریبا اگر یاد شما باشه در ربع قبلی که با هم دیگر یک نشست داشتیم، گفتم که یکی دو تا از مراکز صحی ما کمبود قابله داره که و قبر میر و بقت شندن بود. خوشبختانه او هم مشکل حل شد و برای که ما بتونیم راهکارهایی که دقیقا برای کارمندهای زنانه در سطح ولسوالی های دوردست، خب تلاش های انجام شده از جانب اداره صحت عام و مؤسسات همکار،
مشکل کمبود دکتر زنان است. راهکاری که ما دقیقا برای محسات رسمن فرستادیم جریان ای هفته که امروز دوشنبه قرار داریم، در ساحاتی که دکتر مردانه، دکتر زنانه مقدور نبوده، پیدا نشده، الا پیدا شدن دکتر زنانه بعد بس به وزده او دکتر مردانه استخدام باشه. در حال مشکل مردم تا اون میتونه کمک بشه و بهتر از وضعیت کنونی باشه. حال هر زمانی که دکتر زنانه پیدا شد و ما برای یک دکتری که برای اسلام قنه یا ولسوالی زندجان یا ولسوالی کرخ که بستی خالی داره، ما به پلیزی که معاش معیاری برای اینا میدیم، حتی در نظر گرفتیم و حتی وعده داده شده برای مؤسسات همکار که روزانه برای هر دکتری که در این ولسوالی ها علاقمند برای کار بکنه ترانسپورت روزانه موتر شخصی بگیرن، ماهوار کرا بکنن، ببرن بیان. حتی این سهولت ها هم داریم در این مورد. امتیازات خاص بدن که مطلقا بله، ولی مزرعه‌ای که وجود داره کم بوده یا اقتدا از دکترای زنانه علاقمند این نیستند که برای در روزات، ولی هماهنگی که با سکتور خصوصی انجمن شفاخانه‌های خصوصی صورت گرفت و دیر برای ما کردن که در قسمت معرفی دکترایی که تازه فارغ شدند یا شناختی دارند پیش اونا برای کاریابی مراجعه میکنند با اداره ساعت عامه همکار باشند، تا اینکه بتونیم بست دکتر زنانه توسط دکتر زنانه اشغال بسازیم. دکتر سلوانی، امکانات و این پرسنل که در خود مراکز سی ولسوالی هست چه بیماری های رو میتونن تداوی کنن که نیاز نباشه که حتی مریض به شهر بیایه؟ خب معمولا ما دکترای ما که هستن میتونن در قسمت امراض ساری، مثلا امراضشون توبرکلوز، امراض سیستم هضمی، سیستم کلیوی، همچنان در قسمت مشکلات عصبی و همچنان مشکلات تنفسی معمولا نتاورمندی دارن، ولی این رو فرق میکنه نظر به نوی تحصیل سی. مثلا در سنت یک شفاخانه ولسوالی باز نویت خدمات ارائه خدمات کاملا متفاوته، حتی در سطح شفاخانه ولسوالی عملیات های ایمرجنسی عاجل هم انجام میشه، مثلا سیزرین انجام میشه، بله در ولسوالی گلران انجام میشه، شندند خب شندند تقریبا در حدود بین 3-4 ماه میشه که دکتر جراحی که در اونجا بود ترک وظیفه کرده، در ولسوالی گذره، در ترگوندی، در اوبی، در این مراکز ما که هست در قریان کاملا عملیات های ایمرجنسی انجام میشه. علتی که دکترای با تجربه و با تخصص نمیرن به ولسوالی ها و مراکز سری چی هست؟ یعنی پایین بودن معاش از اونه یا کدام مشکل دیگه هست؟ ما متعلق خدمت شما گفته میدونم که اگه بیاییم بگیم که مثلا دکتر جراحی که در ولسوالی قریان کار میکنه چند سال تجربه بگیم، چند سال ظرفیت بگیم، چند سال تخصص بگیم، دکتری که عنوان جراح در ولسوالی قریان کار میکنه 14 ساله تجربه کاری داره، بنابراین یک دکتر مجرم است، یا دکتری که عملیات ها رو در ولسوالی در ترگوندی میگیره دکتر جراحی که است، بین فکر میکنم دقیقاً 14 الی 15 ساله که تجربه کاری در آدرس های مختلف، مثلا یه دکتر بوده جراح در یک شفاخانه ولایتی بوده و 14 ساله عملیات میکنند و دقیقاً کار میکنند. در بعضی از آدرس های دیگه خب معمولا چون مردم دکترایی که در ولسوالی کار میکنند، شرایط کار در سکتور خصوصی برای یک بستر مناسبی هست، بعد میبینید کاریابی در سکتور خصوصی، طرف سکتور خصوصی میرند، یک اندازه از شهرنشینی معمولا مزایای خود خور داره، علاقه مندن در این مورد بیان جلب بشن. ولی خدمت شما گفته میتونم که در تمام تحصیلات سه ما کمترین دکتر که تجربه کاری کمتر از 5 سال یا 4 سال یا 5 سال داشته باشه در مراکز سه ما شاید در حد بین 5-10% موارد باشه، یعنی دیگه کاملا دکترایی است که اکثرا تجربه کافی دارن، استخدام شدن، به هر حال یا از محیطن یا تا حدودی با محیط نبودن، توافق محیطی به وجود آمده که موجب شده که در اون مرکز باقی بمونن. مثلا نمونه مثال اسلام قلعه، من برای شما بگم کلینیک اسلام قلعه، دکتری که در اسلام قلعه کار میکنه با اونها برای مرکز سی و مریضا رو معاینه میکنه تقریبا در حدود 20 سال دکتر، یکی از مشهورترین دکترهای محیط و منطقه خود است. مشکلات رو تقریبا حل کرده داره. بله مطلب. سر شکر دکتر سب در قسمت خود. ولی نکته ای که باید اشاره کنم باید به کیفیت. مسئله بود که چرا نمیرن دکتر سب. بعضی ها حالا مثلا جراحی که شما یاد کردن افتندن ترک وظیفه کرده دلیل چی بوده؟ خب یک سال موارد اتفاقاتی که در شندن افتاده بود موردی به وجود آمده بود، خب دکتر تهدید شده بود ناگزیر به هر حال ترک کرد. و بس معمولا برای دکترایی که دکترای جراحی معمولا زمینه کار
مسائل تنه در مرکز و در مرکز شهر هرات. خب مطلقاً با معاش که در ما در حدود بین 35,000 تا 30,000 معاش و بعضی وقت تا 40,000 معاش هم نظر به فاصله راه برای دکترای جراح داده میشه، خب مطلقاً در سطح شهر یا در شفاخانه های خصوصی کار میکنن، اگه می امتداد در ماه 4 تا 5 تا مریض عملیاتی داشته باشند، مطلقاً هم معاش میتونن در قبال فیزیک از عملیاتی که انجام میدن بگیرن. و مساعد بودن بستر کار در سکتور خصوصی برای اینا موجب میشه که اصلا کم تر بره. خب راهکارهای طولانی مدتی که باید وزارت صحت هم بیشتر روز تمرکز بکنه اینه که وقتی که کسی تخصص میگیره فارغ میشه، یعنی تا بستر تخصص وزارت صحت هم زمینی آموزش تخصص را برای اینا مساعد میسازه، راهکار مناسب ای خواهد بود که بیان بعد از اینکه تخصص خود فارغ شده حداقل برای مدت 3 الی 2 الی 3 سال در سطح ولسوالی اجرای وظیفه بکنه که معمولا روی باید کار بشه و بنان یک طرز العمل نبوده و بس مسائل اجبار نبوده هیچ وقت زمانه، مگر اینکه با موریده که ما به عنوان یک درس آموخته شده و به یک تجربه موفق میتونیم گفته که ما این طرز العمل برای در بخش قابله ها و نرس ها عملی کردیم که همین مورد که زمینی آموزش نرفرا هم ساخته و بعدا هم گفتیم که باید برای مدت 3 الی 5 سال در اون مرکز بمانی و این موردی شده که امروز شما قبر میرشندن یا ارخ فرسیر یا دورتر از اون مثلا کرز الیاس و گلران قابل داشته باشیم. حالا این فاصله هایی که من خدمت شما میگم از مرکز ولسوالی تقریبا در حدود بین 80 تا 100 کیلومتر فاصله داره و اگه وزارت صحت یا وزارت تحصیلات عالی این طرز العمل برای بعد از برای اینا طرز العمل بسازن، مطلقا موجبی خواهد شد که مشکل در سطح ولسوالی. اگه اشاره داشته باشین به خود ازدحامی که در شفاخانه عضوی هرات هست، معمولا همیشه یاد کردین که جوابگوی تمام بیمارانی که از ولایات عضوی غرب می آین و مخصوصا از دیگر ولایات شمال افغانستان می آین در کنار اینکه حالا شفاخانه زیاد خصوصی هم ایجاد شده در هرات، اما جوابگو نیست. چه کار باید کرد؟ مشکل تا چه اندازه حل شده؟ مشکل تا هم اکنون با حالت خوب باقی است. یعنی مشکل زمان حل خواهد شد که حداقل ما یک شفاخانه ولایتی در سطح ولایت هرات داشته باشیم. شفاخانه موجود به عنوان شفاخانه ولایتی، یک شفاخانه 1000 بستر یا 500 بستر. شفاخانه ولایتی مربوط خود هرات باشه. خب مربوط هرات باشه و پلوی یکی از شفاخانه‌هاش یا شفاخانه تبدیل به شفاخانه ولایتی و شفاخانه حوزه‌ای داشته باشه، مشکل مردم بیشتر حل میشه. دقیقاً هم هنوز هم همون نگرانی وجود داره، همون انتظار در لین هم در برای گرفتن یا مستفید شدن از خدمات جراحی یا عملیات ها مریض ها یا حتی مریض های داخله برای بستر شدن هنوز هم یک مشکل هست. ولی خب در آن چیزی که باید ضرورت است و آن چیزی که در سطح ولایتی باید انجام بشه، یعنی باید شامل برنامه و پلان های ولایتی گنجانیده بشه که خوشبختانه مورد در پلان های ما هست و همچنان جانب سکتور خصوصی تشویق برای سکتور خصوصی صورت گرفته که بیاد در پلیز یک شفاخانه تخصصی یا فوق تخصصی رو داشته باشد. ولی با آن هم باید به عنوان یک ساختار دولتی ضرورت مردم هرات هست. شاید شفاخانه خصوصی خیلی زیاد ساخته بشه ولی هنوز هم وضعیت اقتصادی مردم ها به حدی نیست که باید برن ترن. هنوز هم مردم ترجیح میدن اماکن یا کلینیک های دولتی برای که خدمات مستفیدان از خدمات به طور رایگان وجود داره. با این قدر ازدحام که در شفاخانه فعلا هست، جوابگوی هست، امن کن آدم پرسنل؟ خب ما در مجموع اگه همه این بمارد بگیم مطلقاً وقتی میگیم هم از توان بیرونه، هم از ظرفیت پذیرش بیرونه و دقیقاً منابع بشری که اختصاص داده شده، خب با همین ساختار موجوده و با همین نیازمندی که احساس میشه تکافی مردم هرات، خب نمیگه مردم هرات، دقیقاً مردمی که از این خدمات مستفید میشن که بیشتر شما اشاره کردیم به ولایت هایی که در حوزه ما قرار دارند، دقیقاً به صراحت میتونم گفته که نیازمندی مردم مرفوع نخواهد شد و دقیقاً مردم به حالت به قولی دسترسی ضعیف برای خدمات شفاخانه‌ای باقی خواهد ماند. خب آن چیزی که ما به هر حال در برنامه چی هست، بحث مسائل کارهای انجام شده. خب مثلا شفاخانه ایم دیار که یک شفاخانه برای مریضان مقام توبرکلوز تقریبا در کار ساختمانی ته در مرحله یعنی بیم در پلیزی اکسل جوایر باید توصیه داد،
مثلا آن چیزی که تا حال انجام شده بود، مثلا شفاخانه نسایی ولادی قبلا در یک وارد نگهداری میشد، حال همون منابع بشری همون وارد قبلی با همون منابع بشری ولی با یک زیر ساختار وسیع‌تر بستر وجود داره که من در اونجا اندم، یا شفاخانه ایمدیار که ساخته شده، یا بحث مسائل شفاخانه اطفال که قرار است ان شاء الله رحمان طی سال جاری حال مسائل کارهای تدارکاتی روی دست است که شفاخانه اطفال در یک از موقعیت‌های دشت گازرگاه یک موقعیت مناسب‌تر دیگه یک شفاخانه اطفال ساخته بشه و او شفاخانه اطفال سابقه برای واحد های دیگه مثل انتونی یا واحد های دیگه شفاخانه انتقال بشه به اونجا که بستر موجوده تا زمانی که یا فرصت پیدا میشه که شفاخانه ولایتی ساخته بشه، نقل واحد هایی که بیرمار وجود داره، واحد هایی که نیاز مثلا توسعه بیشتر پیدا بکنه در کامپاند شفاخانه فرصت انکشاف فرینا داده میشه و از او واحدها و ساختارهایی که بیشتر اشاره کردم واحدهای دیگه اداره سطحان در اونجا جا بجا باشه. بسیار تشکر دکتر صاحب، اگر اشاره داشته باشه در اخیر برنامه و خود بخشای خصوصی، چون آنگونه یک برنامه نظارتی یا کنترلی یا اصلاحی نبوده در شفاخانه خصوصی که بتونه به دل مردم بشینه، هنوز مردم شکایت دارن، گویا کدام برنامه خاص روی دست است که برای اصلاح شفاخانه شخصی؟ بس نظارت یکی از ما جمله موارد است که برای نظارت های حمایتی، نظارت های اصلاحی که در از طریق سکتور خصوصی از طریق اداره صحت عامه از جانب سکتور خصوصی صورت میگیره وجود داره، ولی مطلقا خدمت شما گفته بودنم که اصلاحاتی را به وجود آورده. ما اخیرا یک چکلیست معیاری را در سطح ولایتی ترتیب کردیم که دیگه بعد حداقل این موارد باید در سطح شفاخانه مراعات بشه. و هنوز شروع نکردین که چه شفاخانه با این معیارها عیاره؟ خب دقیقا با نون یک چیز استفاده کردیم، این همین هفته گذشته بود که همکارا چگلس نظارتی آورده بودند و دقیقا یکی دوتا از شفاخانه هایی که تحت نظارت قرار داشته بود که در قسمت های تکنیکی مورد دارن یا در قسمت تجهیزات و موارد دیگه مشکلات داشته در او کاملا استفاده میشه با نون یک طول. خب بس اینه که مطلقا آدرس در ساعت کار هست مشکل هم هست، بیمنده که ما بیم بگیم آن چیزی که مردم میگن مشکلات در سکتور خصوصی وجود داره، نه مطلقا وجود نخواهد داشت. ما میتونم گفته که در سکتور دولتی هم مشکلات وجود داره، در سکتور خصوصی هم مشکلات داره، ولی خوشبختانه در پلوش و انکشافاتی هم وجود داره، رشد هم وجود داشته، خیلی از خدماتی هم هست که از آدرس سکتور خصوصی برای مردم ارائه میشه. خب ولی ما مشکلی در سکتور خصوصی نیابیم، بیمنده که سیستم نظارتی نباید وجود داشته باشه. شما چند قبل مسئول معمولی های دوایی و مواد غذایی که از سطح شهر جمع آوری شد حریق اینا شاهد بودیم، اینا نشاننده بیانگر ای است که اینا پشت یک نظارت مواد دوا یا معمولی های غذایی جمع آوری شده. خب بدون شک حالا ایجاد شفاخانه خصوصی تانسته یک کمک خوب بکنه شفاخانه دولتی را که حداقل از حجم خود بیماران بکنه و به شفاخانه ها برن. خب یک راه حل اساسی چی هست که بتانه من در اقل منجام گسیخته خود شفاخانه ها را در دست داشته باشین؟ که مثلا بدون او چکلیست که شما دارین و معیارهای کافی نداشته باشن یک شفاخانه ایجاد بشه، چه کار میشه کرد؟ راه حل چی هست؟ برای معمولا من فکر میکنم همین ساختارهایی که وجود آمده در استراتژی وزارت صحت عامه یا استراتژی حکومت حمایت از سکتور خصوصی است. حمایت به این معنی که اگه سکتور خصوصی اشتباهی را انجام داد یا مثلا کوتاهی هم انجام داد بیاییم اقماس کنیم نه از نظر تکنیکی، چون عمر شفاخانه داری یا عمر رشد سکتور خصوصی یا ولی بگیم تولد سکتور خصوصی را در حراس صحبت بکنیم فکر نمی‌کنم بیشتر از 10 سال باشه. بنان بیم ببینیم که یک نوجوان 10 ساله نیاز برای داره که توسط والدین خود مراقبت بشه. بنان سکتور خصوصی را اگه بگیم جز از اعضای خانواده ما که شک نیست هست، بیایم اداره ساعت ها به عنوان کسی که حساب عمر در سکتور ساعت کار کرده برای اینکه اینا رو بتونه به قسمت توسعه خدمات با کیفیت و معیاری کمک بکنه، مطلقا سکتور خصوصی نیازمند این موارد هست. چون گفتم بیشتر خدمت شما نه سکتور خصوصی ما با عمر 10 ساله هست یا فوق 15 ساله، من نیاز بی هست، ما نمیتونیم به اکتفا بکنیم که این سکتور خصوصی در بدن سکتور دولتی هم وجود داره راحت میریم، نه دقیقا هم مراقبت بکار داره، دقیقا هم حمایت بکار داره. ما خیلی کوتاه اگر بگیم که برنامه امسال چی هست؟
هم در قسمت کنترل شفاخانه دولتی هم خصوصی. خب در قسمت شفاخانه، در قسمت شفاخانه دولتی، خب من برنامه های رو بر روال گذشته، نظارت هایی که هم از سکتور خصوصی برنامه ریزی شده، پلان شده، به گونه هفتوار، به گونه ماهوار با تیم های مختلف وجود داره. و همچنان بحث اینه که در شفاخانه های خصوصی ما میخواییم شفاخانه خصوصی رو به عنوان واحدهای ارائه خدمات رایگان در بیاریم، برای مواردی که نیازمندی مردم ما هست. مثلا بیشتر مواردی که هست، مثلا خدمات بانک خون یا خون در شفاخانه خصوصی یکی از مشکلات است. ما انجمن ساختار رو به وجود آوردیم که بیاییم در شفاخانه خصوصی دیگه، مثلا اگه خون ضرورت داره دیگه ناحق پشت خون نگرده، باید آدرس مشخص وجود داشته باشه که برای اینا خون بده. یا مثلا خدمات ولادیر، خدمات واکسیناسیونه، یعنی در شفاخانه خصوصی پلان ما ای است که بیاییم حداقل 10 شفاخانه خصوصی خدمات واکسین ما برای اینا رایگان در اختیار اونا قرار بدیم، اونا کارمنده و استخدام میکنند، خدمات برای مردم مفت رایگان دقیقا بطن در پرهای دولت. چون یک تعداد از ساحات هست شفاخانه خصوصی بین مراکز دولتی قرار گرفته که فاصله بین برای مردمی که در او کلینیک های دورتر قرار دارن دسترسی رو در یک کوسی کلینیک خصوصی بیشتره. من این هم بهتر بوده به وجود بیاید که بتونم در اینجا خدمات بدم. تشکر. ممنون از شما استاد عزیز. همچنین. ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که آغاز روز را از استدیوی هرات دنبال کردید. سلام، ادامه برنامه آغاز روز است و من بابر آیدین در خدمت شما قرار دارم. عامل اصلی کشتارهای دست جمعی نظامیان کشور رهبران حکومت وحدت ملی هستند که مقامات ناکارا را در کرسی‌های امنیتی گماشتند. شما را از اعضای مجلس آنها با ابراز این مطلب میگویند. مجلس نمایندگان نیز با دادن رای اعتماد به وزیران دفاع خیانت بزرگ را انجام دادند. در این مورد گزارش داریم. حمله اخیر بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ خشم سناتوران در مجلس را برانگیخته است و عامل اصلی چنین رویدادهای خونین را رهبران حکومت وحدت ملی می دانند. این سناتوران می گویند که پس از حکومت خیانت بزرگ دیگر را مجلس نمایندگان با رأی دادن به وزیر ناکارا و ضعیف انجام دادند و باید در برابر مردم پاسخگو باشند. آقا خائن وکیلانو آقا تعداد رأی ورکرده لعنت پر هو باندې که دغه خاین وکیلان نه وای، دوی خپل هغه درې زره ډالر نه وای اخیستی، نن به ولې دا وطن بیا په دغسې فیصله غوټې والې؟ مطلق درواغ وایي دا رئیس جمهور، دا ډاکتر عبدالله، دواړه خاینین دي، دواړه جاسوسان دي. زه پر رئیس جمهور باندې غږ کوم چې دا دې د ملت استادیو ته دغه خلکو ته د رجوع وکړي. په دې نه کېږي چې هلته نن وتلي دي، هغه مشاورین چې دته مشاوره ورکوي والله بله دغه خلک به تر ده نخا ورکوي. د دې 200 نه پورې شي دا مسول څوک دی؟ رئیس جمهور یې مسول دی، اجرائی رئیس مسئول دی، وزیر دفاع مسئول دی. او دوی چې ګرد افغانستان مړ شي ولا که دوی استعفا وکړي، د دوی بچیان په خارج کې خو نه خبریږي. در همین حال شماری دیگری از سناتوران تاکید می‌ورزند تا هنگامی که دست‌های از درون نظام با این گروه‌ها یکجا نباشد، این گروه‌ها هیچگاه موفق به کشتارهای دست جمعی نظامیان افغان نخواهند شد. هم نقش برجسته استخبارات منطقه و هم حلقات درونی در داخل خود نظام و ضعف مدیریت ارگان‌های کشفی و استخباراتی ما خواب است. 137 نفر انسان از دست دادن ای واقعاً تکان دهنده است. از توی هم معاون اول مجلس سنا تاکید می‌ورزد که همواره نتیجه بررسی‌های رویداد خونین به مردم روشن نشده و عاملان این جنایت‌ها به کیفر نرسیدند. متاسفانه هیچ کمیسیون و هیچ هیئتی به مردم افغانستان و به شورای ملی افغانستان نتیجه تحقیقات خود واضح و روشن نگفته. هیچ وقت کسایی که افراد نفوذی بودند، کسایی که عاملین بودند، کسایی که همکارای زیاد بودند، اینا را نه نشاندهی کرده نه مجازات کرده. متاسفانه سناتوران در مجلس تاکید می‌ورزند تا هنگامی که راهکار تازه امنیتی از سوی حکومت روی دست گرفته نشود و فرهنگ مجازات و مکافات در کشور عملی نگردد و خائنین نظام شناسایی و به کیفر نرسند، دشوار خواهد بود تا مردم در فضای امن نفس بکشند. برای بحث بیشتر نبیه مصطفی‌زاده از نمایندگان مردم جوزجان در مجلس سنا را اینجا با خود داریم. خانم مصطفی‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. چگونه شما اعضای مجلس سنا عاملین کشتار جمعی نظامیان را و در اینجا شما رهبران حکومت را می دانید؟
تشکر. با عرض سلام و ادب خدمت شما و بیننده های محترم شما، مجلس سنای افغانستان بارها از ناکارایی یک تعداد وزرای که دولت حکومت افغانستان گماشتن شکوه و شکایت داشتن، در حقیقت اینا در چندین قضایایی که شما میبینین ناکارا بودن و ضمناً هیچ کسی در حکومت اصلا مجازات نشده بر هیچ واقعی. ما چندین واقعات را تیر کردیم، میبینین که از واقعی قندوز گرفته تا واقعی 400 بستر و واقعهای قندهار و دیگه واقعی اصلا هیچ کاری را از این حکومت ما ندیدیم. ما این بار گفته که در این مورد تحقیقات همه جانبه انجام خواهد شد. این تحقیقاتش هم از پشت از همون تحقیقاتش است که ما همسنفی های خود از دست دادیم در حادثه قندهار. با جدیت با قاطعیت از حکومت خواهش کردیم که مجرمین عاملین قضیه باید دستگیر شد، ولی تحقیقاتشان نتیجهشان چی شد؟ هنوز هم در تحقیقات روان هستن ولی هیچ نتیجه بر ما بر مردم افغانستان نشان ندادن که یا یک کسی را عمل بلمثل مثلا وقتی که زمانی که مردم ما را میکشن قتل میکنن و اونا را ما میگیریم فقط زندانی میکنیم و به گفته یک تعداد و اشخاص و افراد فقط اونا برادر خوانده میشه، اونا دیگه هیچ مجازات نمیشه. دلیلش چی است؟ همیشه قربانی را مردم افغانستان بده. واقعا ظرف در کجا بوده؟ ظرف در حکومت وحدت ملی است. اعضای مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا میخوان که و تلاش کردن که فشار بگن بر حکومت، این فشارها تاثیرگذار نبوده. ظرف در کجا است؟ ضعف ما در حکومت ما، ضعف ما برازی است که حکومت افغانستان نتانسته اما هنگی بین رهبرهای حکومتی نیست، اصلا وجود نداره. دقیقا اختلافات نظر وجود داره و اصلا کاری را که رئیس جمهور میکنه بعضی از معاونینش، بعضی از کسایی که در دولت دخیل هستن اصلا خبر نداره. پس این حکومت شاریده از پیششان، اصلا اینا به فکر مردم نیستن، فقط به فکر ازی هستن چگونه از یک قوم خاص به یک ردیف به یک رده قرار بدن و از او استفاده بکنن. به این شکل حکومت داری اصلا نمیشه. حکومتی به شمول معاون اول ریاست جمهوری گفته بود که نهادهای امنیتی سیاسی شده. این بدین معناست که واقعا نهادهای امنیتی سیاسی شده و سیاسی شدن نهادهای امنیتی باعث بروز چنین مشکلات شده. ببینین افراد و اشخاص به ارتباط قومی، به ارتباط از این که اینا از یک قوم خاص هستن مقرر میشن چی که آیا دمو کار دسترسی درست دارن یا ندارن. کسی که دکترا است، کسی که کار فهم است، کسی که واقعا کار یاد داره در افغانستان در اینجا جای پای نداره تا یک به گروپی وابسته نباشید. بنان چطور ما گفته میتونیم اردوی ملی افغانستان وقتی که در اردوی ملی افغانستان فرزندای صدیق از این کشور، سربازای بیچاره ما، افسرایی که واقعا نو زمینه کار برشان مسایل شده یا داخل اردو شدن به خاطر یک لقمنان، اونا بر از اونا به خاطر از اونا نمیگم بلکه بر مقامات بلند پایی که در رأس از این وزارت در رأس قلوردو قرار داره از یک قوم خاص مطلق. اما باید شایسته سالاری در افغانستان مد نظر گرفته شده. اصلا شایسته سالاری مد نظر گرفته نشده. فکر میکنید که افراد شایسته در رأس نهادهای امنیتی حضور دارن؟ نه خیر نه. اصلا افراد پس خانه ملت اعضای مجلس نمایندگان که چرا به چنین افراد رأی اعتماد میتن؟ اعضای مجلس نمایندگان ما هم امی انتقاد را داریم. وقتی که زمانی که قضیه 400 بستر رخ داد باید که اعضای مجلس نمایندگان با تعقل پیش می رفتن، اما با تاسف یک تعداد ما نمی فهم به خاطر چی رای به اشخاص و افراد دادن که او به شخصیت خودشان مربوط است. مردم قضاوت میکنه، مردم از این حالت به سطوح آمده، اصلا پارلمان کشور هم انتقاد بر پارلمان کشور هم هست که اینها کاری هم نمی کنن و نکردن. در واقع
اعضای مجلس نمایندگان آنچه که تقاضای مردم افغانستان بود نکرد. اما اینا نمایندگان مردم افغانستان از طرف مردم افغانستان برای این رای دادن و اینا از طریق رای مردم افغانستان در خانه ملت راه پیدا کردن. پس شما نماینده واقعی مردم افغانستان شدن نتونستن. شما اشاره کردین که تاواقع مردم افغانستان نتونستن برآورده بسازن. ولی افسوس، ما افسوس میکنم بر ازیا اینا خودشان، چون ما اعضای مجلس سنا هستم نمیتونم از اونها نمایندگی کنم. بنان اونا که پیشان چی معزلی و چی گپ نهفته هست و چرا مردم را مد نظر نگرفتن، این قضاوت پیش خودشان است، وجدانشان است. اعضای مجلس سنا در برابر رویداد اخیری که در قلردوی 209 شاهین در بلخ با اوخو پیوست و بیشتر از 100 نظامی افغان که در واقع محافظان افغانستان محسوب میشدن جانهای شیرینشون از دست دادن و ده ها تن دیگر زخم برداشتن، این در واقع فقط غم نظامیان افغانستان نیست بلکه غم تمام مردم افغانستان در این غم خود را شریک میدانند. موقف شما چی هست؟ ببینین، ما از حکومت، از رهبران حکومتی تقاضای ماهی است که با ای اعلان کردن روز ماتم یا با ای تاسف گفتن و تسلیت عرض کردن یا ایست که با تعیین کمیسون ها دردی ملت دوا نمیشه. اگر واقعا میخواه که کار بکنه، یک چند تا از امی کسایی که ناکارا هستن، از امی وزیرای خوبردیشان به شمول ریاست امنیت ملی و وزارت داخله و دفاع، یک چند تایشان از کار برطرف کنه و ضمناً مسئول حقیقی که در اینجا مثلا حداقل درد از این ملت دوا شوه. این قماندان قلوردو چه قدر بی‌پروا بوده که از 8 قراول ای تیر میشه مهاجما، چطور نمیشناسن؟ چطور این حلقات در داخل افغانستان هست که با این گروه ها همکار و همگام هستن؟ دقیقاً اشتباه مردم افغانستان هم دمی است که فکر میکنن که اشتباه میکنن که شاید داخل امی قلوردو کسایی باشند که دستایی بودند که فرزندایشان را به قتل رساندند. پس لازم است که در اینجا مسئولین جوابگو باشه، در مقابل خون فرزندای ما جواب قناعت بخش. فکر میکنن که در غیر از بیرونی هم وجود داره در این قضیه؟ دقیقاً ما خو میفهمیم که استخبارات مثلا بیشتر پاکستان متهم به حمایت کننده تروریست در افغانستان پنداخته میشه. دقیقاً این خوازی است، این خوازی است مثلا میشه در اینجا، این خوازی است که پاکستان ISI پاکستان دست مطلقی در افغانستان داره و این خوازی است. ولی بزرگای ما میره میفهمن چرا با پاکستان با متحدین ما که ایالات متحده آمریکا بریز اینا نمیگن که چرا جامعه جهانی فشار نمیاره؟ طبقه افغان رو همیشه مردم افغانستان قربانی جنگ های استخباراتی شوه، طبقه قربانی جنگ های نیابتی از اینا شوه. ایجا همه کشورهایی که در افغانستان دخیل هستن دست دارن به خون مردم افغانستان و رهبران هم قادر به این نمیشن که کسانی که علاقاتی که در داخل نظام افغانستان هست اینا را پایشان را به محاکمه بکشنن. حداقل کسی را بگوین که ایره برطرف کو، یک کس دیگه پشتوانی از این میبره. مثلا اگر به این اشخاص و افراد مخصوصا به اردوی ملی کشور، به قوای مسلح افغانستان، اگر به این شکل به قومیت و به از این که ای از کدام شخص است و چه قسم افراد است، به این از کدام از به این ارزش بده، من متیقن هستم حالت از این بدتر میشه. بنابراین لازم است که رهبرای از این کشور مجبور هستن یا است که به خاطر مردم افغانستان کاری بکنن که این انسانهای ناکارا را برطرف کرده و اشخاص، افراد جاسوسی که هستن شناسایی کنن، در غیر از او استعفا بدن. چی میکنن؟ فکر میکنن که این موضوعگری ها و موقع گرفتگی ها یا موقف گیری های اعضای مجلس هاین، هم اعضای مجلس ها و هم اعضای مجلس نمایندگان، برای این همین حکومت و همین رهبران و نهادهای امنیتی تاثیرگذار خواهد بود؟ ما خو بیشتر حکومت را از انتقاد باعث اصلاحی است انتقاد کردیم و راهکارهای انتقادات پذیرفته شوه که راهکارهای را هم برشان گفتیم لطفا رو بیارید بر اجماع عمومی. اگر و یکی هم استفاده نشده، مثلا ما تقاضای ما این بود که کسی که ناکارا است حداقل مجازات شوه. در این حکومت مجازات و مکافات اصلا وجود نداره. یعنی واقعا سهلنگاری از سطوی رهبری حکومت است؟ دقیقاً
دقیقا سهلنگاری است توی رهبری حکومت است. امیدوار هستم به خاطر از اینکه بتانن که افغانستان را یک پارچه نگاه کنن و در آینده ها اگر میخوان که امیدوار باشن، پس بنان به مردم افغانستان، بر صدای ملت افغانستان، بر صدای نماینده ملت افغانستان گوش بدن. در غیر از آن اوق بسیار خراب. حمله اخیر در قلردوی 209 شاهین که مستقر در بلخ است و بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان در شمال افغانستان محسوب میشه که 9 ولایت شمال افغانستان را تحت پوش قرار داده، واقعا چه تاثیر در شمال افغانستان داشته میتونه، خصوصا در ولایت جوزجان و فاریاب و سرپل؟ ببینین بیشترین تلفات را هم در قلردوی شاهین همی فرزندای شمال و شمال شرق افسران و سربازایی بودند که از ولایات شمال شرق و بشمول ننگرهار و شمال شرق مثلا قندوز و بغلان و تخار و مزار شریف و ضمناً جوزجان، این تاثیرات بسیار عمیقی داره به خاطر که ملت از دولت جدا میشه. چرا که اینا فرزندایشان را وقتی که اردوی ملی میگیم، اردوی ملی به خاطر حفاظت مردم افغانستان گفت، وقتی که اینا حداقل سربازشان را اما خودشان را حداقل حفاظت کردن نمیتونن، پس افغانستان را چطور حفاظت خواهد کرد؟ مردم فاصله میگیره، مردم عقده‌ای میشه چون فرزندایشان کشته میشه، کسی هم خون حزیر پرسا نمیکنه که کی مسئول از این کارها است. آیا در قلردوی شاهین قماندان قلردو کجا بود و چرا از یک قراول، از دو قراول، از سه قراول تیر میشه؟ بعد تا در داخل هم کسایی بوده در چنین حملات. شما هم به صفت نماینده مردم جوزجان فقط مقصر حکومت مرکزی را میدانید یا اینجا ضعف در حکومت محلی بلخ وجود داره؟ ضعف از وقت که آب از بالا خط باشه تا پایین به هم خط میه، هم حکومت مرکزی مسئول است، هم مسئولین محلی بلخ بی تفاوتی نشان دادن، بی پروایی کردن و فرزندای ما را به قتل رساندن. حتی رنجرهای پلیس در اختیار اینها قرار دادن. دقیقاً، حتی رنجرهای پلیس و ای من نمی‌فهم چه قسم بچی شکل این رنجرها به دسترس از اینها قرار گرفته و یونیفرم پلیس سلاحی که باید بر دشمن استفاده بشه. اگر حکومت بخواهد و مردم را در کنار خود داشته باشد، حلقاتی که در داخل نظام افغانستان است، پیشتر شما هم اشاره کردین که همگام و همکار با همین گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت میکنن و کمک میکنن تا در چنین اماکن بسیار استراتژیک اینا راه پیدا بکنن، میتونه که اینا را پایشان را به محاکمه بکشانه؟ ببینین زمانی که در افغانستان استخبارات ما، کشفیات ما قوی نباشه و صادق نباشن به حکومت و مردم خود، اگر اینا صادق می بودن، او جاسوسان، او کسایی که دست دارن و داخل حکومت هستن، اونا را شناسایی کرده، یک دو تایشان به جزای اعمالشان میرسن، حالا وضعیت به منوال نمیرسید. من متاثر هستم که حتی هیچ کاری از استخبارات ما، از وزارت دفاع و وزارت داخله، هیچ کدامشان اما کسایی که مسئولین نشست کارا نیستن. مدیر سالم، مدیریت درست میتونه به یک اداره منجمنت قوی داشته باشه. حتی در نهادهای امنیتی هم کار به اهل کار سپرده نشده اصلا نه. اگر کار به اهل کار سپرده میشد، اگر یک شخص وطن پرست دلسوز در رس قرار میگرفت، وضعیت به این منوال نمیرسید. حالا فکر میکنین که پس از این حکومت میتونه که یک موضوعی مشخص در مورد تروریستان داشته باشه و یک اراده قوی را اتخاذ بکنه تا در نابودی این گروه ها تلاش بکنه پس از این حمله؟ زمانی میتونه که حکومت همه عالم سر وقت است که دکترای بخش های مختلف را در کار بگمارن. مثلا در رأس وزارت دفاع ما قهتر رجال نیست، بهترین جنرال ها داریم. مثلا در رأس وزارت داخله یا ریاست امنیت ملی. و یا ایست که ضمناً حکومت خودش صادق باشه، همه را به یک دید واید تا عدالت اجتماعی در کشور تأمین نشه،
هیچ گاه موفق نیست این حکومت. اینجا عدالت نیست، قانونیت نیست، شفافیت اصلا وجود نداره. همه متمرکز قدرت به دست یک نفر است. وقتی یک نفر خودش کنترل کرده نمیتونه دیگه صلاحیت بده، کسایی را که میگه ما را هم صلاحیت بده و ضمناً عدالت داشته باشه، با میشه که با هماهنگی همه ای حکومت و اینجا شما هم تاثیرگذار هستین، اعضای مجلس، هم اعضای مجلس سنا و هم اعضای مجلس نمایندگان، چون که مردم فرستادن تا اینجا بیاین و ممثل اراده سیاسیشون باشین. دقیقا. حتی صداهایی که شما بلند کردین از تریبون آدرس خودتان، این هم تاثیرگذار نبوده برای حکومت. دقیقا. ما بارها مثلا ولایت جوزجان، ما از ولایت خود مثال میدم، در ولایت جوزجان ولسوالی درزاب قشتیپه به حدی ناامن شده قرار گفته مردم که تمام افراد اشخاصی که در اونجا زندگی میکرد اندکی هم مجال داشت برآمدن و یک تعداد غریب و بیچاره که ماندن اصلا در بدر هستن، هنوز هم جنگ جریان دارد و آنقدر وضعیت وخیم است اگر دولت در اینجا دقت نکنه. ما میگیم که وضعیت خراب است، تیاره روان کن، تیاره میره نمیزنه، دلیلش چی است؟ ما نمیفهم. و مردم، یک تعداد مردم میگه که 80% از این ولسوالی به دست مخالفین است. اگر خدای نخواسته ولسوالی درزاب و قشتیپه سقوط کرد، متیقن باشین جوزجان را میگیره. جوزجان نگرانی مردم را نگرانی مردم مردم افزایش میده و این ای ناکارایی حکومت است یا دلیلش چی است و چی گپ های در حکومت وجود داره ما نمیفهمیم. چرا وقتی که فرزند ما را میکشه پس ما هم و دشمن انسان و انسانیت است، او دایش به هیچ کس رحم نداره، چرا او را نکشیم؟ چرا بمبارد نکنیم؟ چرا از بین نبریم؟ نبی مصطفی زاده نماینده مردم جوزجان در مجلس سنازین در بحث موضوع رفتین. تشکر از شما، سلامت باشین. حال وقفه کوتاهی داریم و ادامه برنامه را پس از آن دنبال کنید. سلام مجدد، ادامه برنامه آغاز روز است و حالا هم من با برادین در خدمت شما قرار دارم. در این بخش برنامه در مورد افزایش نگرانی مردم از بابت گسترش ناامنی ها صحبت های خواهیم داشت. مهمان من در برنامه آقای محمد امین محمدی، رئیس حزب اعتماد مردم افغانستان و همچنان صفی سلطانی، مسئول نهاد صلح و جوانان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان گرامی برنامه. آقای محمدی، اگر بحث را از شما آغاز بکنیم، واقعا چقدر مردم افغانستان از به خاطر افزایش ناامنی ها، خصوصا حمله اخیری که در قلوردی 209 شاهین در بلخ، بزرگترین پایگاه نظامی افغانستان در شمال افغانستان پنداشته میشه، صورت گرفت، افزایش پیدا کرده نگرانی هایشان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تحیات وافر خدمت شما، همکاران محترم تکنیکی شما، مهمان محترم حاضر در بحث و عرض ادب ویژه دارم و خدمت همه نیروهای جانبرکف امنیتی، تمام عزیزانی که در تمام ولایت ها و ولسوالی ها برای دفاع از این سرزمین و تمامیت ارضی این سرزمین در حال دفاع و جانفشانی هستند. متاسفانه البته قبل از هر صحبتی می خواهیم که تسلیت عرض داشته باشم به خدمت همه خانواده های محترم شهدا و شفای عاجل برای همه زخمیان این حادثه دلخراش که در بلخ و مزار شریف قلوردوی 209 اتفاق افتاد. همه مردم افغانستان ناراحت هستند، در غم و ماتم هستند از تمام اقوام افغانستان. فکر میکنین که روحی مردم افغانستان تضعیف شده؟ طبیعتاً البته یک مقدار ناراحت کننده هست. واقعا جای تأسف است که دشمنان مردم افغانستان کوشش میکنند که رعب و وحشت ایجاد بکنن، اما از یک طرف خوشبینی هست، اما از یک طرف دچار مشکل هم میشه. خوشبینی ها چی بوده؟ خوشبینی ها ای است که مردم عزتمند افغانستان پیش از گذشته مصممتر میشن و مکمل همدیگر میشن و در راستای اخوت و برادری و دفاع از سرزمینشان با نیروهای امنیتیشان با دولت خودشان همکار و همگام میشن و مشت محکم و آهنینی را بر دهان تمام تروریست ها و کسایی که دشمنان مردم افغانستان هستند میزنن و یک اتحاد بیش از پیش ایجاد میشه. این خوشبینی هایی هست که ایجاد میشه و همچنین بغض و کینه و نفرتی که از تروریست ها و دهشت افکن ها و دشمنان مردم افغانستان در دل مردم
با غرور افغانستان ایجاد میشه، اینا را موفق‌تر و نیروهای امنیتی را موفق‌تر و دولت موفق‌تر به این میکنه که ما روز به روز ازی شاهد ازی باشیم که وقتی اتحاد و همبستگی فیما بین مردم و دولت و نیروهای امنیتی ایجاد شود، ضربات مهلکی به پیکره دشمنان خواهد خورد. مردم افغانستان نسبت به حکومت یا در برابر حکومت، خصوصا رهبران و مسئولان نهادهای امنیتی بیشتر شده؟ مشکلات ها واقعا نمیگیم که مشکلات وجود نداره، مشکلات وجود داره، اما باید با یک مدیریت اساسی ما باید واقعا بیش از گذشته یک فوکسی را داشته باشیم. در حکومت طبیعتا وجود داره و در این باره کارهای اساسی و زیربنایی انجام شده و ما و شما شاهد ازی هستیم که بله، هم تامین امنیت در تمام ولایت های افغانستان در مرکز و تمام ولایت های افغانستان انجام شده. به خاطر از او دشمنان مردم افغانستان به اهداف پس شوم خود نرسیدن و نخواهند رسید. به او خاطر اگر نه اینا آل قصد تصرف ولایت کابل و ولایت های مختلف افغانستان را داشتن، اونا هر زمان در هر جایی که حرکتی را کردن شکست خوردن. فقط منجر به این هستند که حرکت های بزدلانه بکنن. دشمنان مردم افغانستان و گروه های تروریستی و حراس افغان میخواهند که وضعیت امنیتی افغانستان را مختل بکنند و در بین مردم افغانستان یک نوع حراس را واجد بیارند. اما حالا اشاره میکنین که به این کار موفق نشدن، فکر نمیکنین که تا حد در نزد خودشان در این کار موفق بوده باشن؟ موفق نیستن. موفقیت به این میگن که بتونن، موفقیت به این است که بتونن بسیاری از ولایات و اهداف کلی که دارن و همه مردم افغانستان نسبت به این موضوع واقف هستن، اونا به اهداف خود برسن. تسخیر هیچ یک از ولایت های افغانستان به دست تروریست ها نبودن و نیست و نرسیدن. قوی یا مستمر از گذشته در تامین امنیت تلاش میکنه. بله، دولت محترم، حکومت محترم وحدت ملی در این راستا برنامه‌های خوبی را داره، برنامه‌های خوبی را روی دست داشته و دست داره و مردم عزتمندان پس از این حرکت‌های بزدلانه و کوردلانه دشمنان مردم افغانستان مصمم‌تر از گذشته در کنار حکومت قرار دارن و ان شاءالله دشمنان هم چنان که در گذشته به اهداف خود نرسیدن، در آینده هم نخواهند رسید. خواهی سلطانی، حکومت وحدت ملی خصوصا نهادهای امنیتی و رهبران همین حکومت در تامین امنیت تلاش می‌کنن و تصمیم قاطع دارن، اراده قوی هم دارن و همچنان برنامه مؤثر هم دارن. واقعا چنین هست؟ اجازه بدین که سلام داشته باشم خدمت شما، خدمت بیننده به محترم تلویزیون آریانا نیوز و عرض تسلیت دارم خدمت تمام خانواده‌های شهدا که در روز سه المناک قلوردوی 209 شاهین جان شیرینشان عزیز دادن و همچنان شفای عاجل به زخمی هایی که در شفاخانه ها به سر میبرن استدعا دارم. حکومت قاطعیت در قبال برکناری امنیت را خیلی داره و خیلی خوب مدیریت کرده میتونه، اما مدیریت قاطع نیروهای امنیتی افغانستان کافی نیست. به دلیل ازی کافی نیست که هر قدر نیروهای امنیتی قوی تر باشن، همه قدر گروه مخالف مسلح خود قوی تر و بالاخره تقویت میشن و به ضد نظام ما پا برهنه میکنن. دشمن هیچ وقت اطلاع نمیده که من دشمن شما هستم، میایم و با شما بالاخره در جنگ هستم، اما گرب در لباس میش میاین و در داخل حکومت، در داخل نظام دخیل میشن و تمام من راپورهای امنیتی، تمام من مسائل امنیتی که در افغانستان را وجود داره به گروه های مخالف مشخص مصاب. در داخل نظام افغانستان است که همگام و همکار با این گروه ها پیش میرن 100% و اونا ایدهشان به گونه آشکارای فعالیت ها را انجام میدن، ایدهشان هم خیلی پنهانی کاراشون انجام میدن و به ضد نظام افغانستان دست و پاچه بر زدن تا بالاخره نام اسلام و انسانیت در افغانستان بد کنن. ما به نیروهای امنیتی خود میوالیم به دلیل از اینکه وقتی که میاین تقریبا بیشتر از صدها نفر، بیشتر از ده ها نفر از نیروهای امنیتی مشهید میشن، این یک برد بزرگ بر ما هست. شهید شدن از اینا بر ما برد نیست، همین که اینا شهید میشن و در راه وطن، در راه ملت، در راه نوامیس ملی ما جانشان عزیز میتن، این یک برد خیلی بزرگ است. دشمن نمیتونه جنگ مقابل با افغان ها داشته باشه، نمیتونه جنگ رو در رو در خط نبرد با نیروهای افغانی داشته باشه، بنابراین از راه های مختلف دیگه میان و اسان مردم ما را، اسان نیروهای امنیتی را تضعیف میکنن تا بتونن اونا را از بین ببرن. یعنی گروه های حراس افغان نمیتونن که از این طریق به اهداف خود برسن؟ هیچ گونه گروه، هیچ وقت گروه های حراس افغان نمیتونه از خط اول نبرد، از جنگ رو در رو یا از جنگی که بالاخره آشکار باشه نمیتونن افغانستان شکست بدن. اما اینکه مردم افغانستان میخواین که مسئولیت شهروندی باید حاکم باشه، حاکمیت ملی و همچنان امنیت میخواین که تامین شود، این کار و این مشکل هنوزم پابرجا هست. مشکل پابرجا است. در افغانستان اقوام مختلف وجود دارند که به فعلا، اما شما گفتین که حکومت افغانستان قاطعیت داره و برنامه‌های برای تامین امنیت داره. مشکل در اینجاست که ما افغان ها
به تعداد بیشتر از شاید ده ها قوم و قبیله در افغانستان باشه که ده ها قوم و قبیله اگر بیاین با هم اتحاد هم بستگی داشته باشن میتونن با نیروهای امنیتی قاطع عمل کنن، اما اگر اینا پارچه پارچه شون و هر کدام بگوید منم، در این صورت نیروهای امنیتی هم تضعیف میشن، در این صورت مردم افغانستان هم تضعیف میشن و همچنان دشمن هم یک راه بالاخره پیدا میکنه تا بیاید و به ضد نظام افغانستان دست پاچه بر بزنه و ما را از بین میزان همکاری مردم افغانستان را اقوام مختلف که در اینجا ساکن هستند در تامین امنیت با نیروهای امنیتی افغان چگونه ارزیابی میکنید؟ 50% اگر 100% حساب کنیم ما 50% به مردم افغانستان، 50% که در حاکمیت دولتی هستند، 50% از شهروندای افغانستان با دولت همکار هستند، با نیروهای امنیتی همکار هستند، اما 50% دیگه از اونها دست و پاچه برمیزنن تا بالاخره تضعیف بسازن و به ضد خود نظام افغانستان کار میکنن. حداقل اگر بیاین ایجاد اتحاد هم بستگی بین هم دیگر داشته باشن یک چاره خیلی بزرگ به خاطر دفع حملات رزمگانانه است، اما اگر بیاین قوم و قبیلوی عمل کنند در این صورت نیروهای متحد بیشتر مردم افغانستان و شمار از حکومتی ها پاکستان را متهم به حمایت و تمویل کننده تروریستان در منطقه و در افغانستان گفتند و میگن که هنوز هم حمایت میکنند. با این حال میشه گفت که نخست باید مشکلات که در داخل افغانستان است این برطرف شود. فقط پاکستان به ضد افغانستان عمل نمیکنه، آمریکا عمل میکنه، روسیه، چین، ایران، ترکیه، اینا که تماما کشورهایی هستند که هم صراحتا اعلام میکنم که به ضد نیروهای امنیتی، به ضد افغانستان، به ضد بالاخره مرز و بوم ما می جنگن و دلیل جنگ از اینا هم جنگی هست که افغانستان یک خط نبرد خیلی خوب بر از اینا هست که میتونن شرق و غرب و بالاخره شمال و جنوب را در تسلط خود از طریق افغانستان داشته باشن و افغانستان به حیث یک خط نبرد اینا تنظیم کردن. بله آقای محمدی، هر کشور که در افغانستان آمده در پی منافع خودش بوده، اما در پهلوی این که در جستجو یا در پای منافع خود بوده کمک های هنگفتن در بخش های مختلف افغانستان کردن و در اختیار پول حداقل پول اختیاری هم در اختیار حکومت افغانستان قرار دادن، از حضور این کشورها حکومت افغانستان چقدر واقعا استفاده کرده خصوصا در تامین امنیت؟ اول اجازه بدین که تشکر بکنیم از تمام کشورهایی که صادقانه در کنار افغانستان هستند، در کنار مردم افغانستان هستند و کمک‌های وافری را برای بخش‌های مختلف افغانستان واقعا داشتند. جامعه جهانی بر فرض مثال دیروز نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در کابل پرچم خود و بیرق خود نیمه برافراشته داشت، ای نشان دهم به خاطر غم شریکی با مردم افغانستان. و واقعا ما میبینیم که کشورهای مختلف که دوست افغانستان هستند و صادقانه برای حل مشکلات و ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان تلاش میکنند جای تقدیر و تشکر هست. ما به بدون حمایت جامعه جهانی واقعا به این دستاوردهایی که واقعا آل داریم نمیتونستیم دسترسی پیدا بکنیم. نیروهای کشورهای خارجی واقعا تلاش‌های خوبی را برای مردم افغانستان داشتن، البته بعضی از کشورها هم دچار مشکلات هم شدند که به خاطر از اینکه در کنار مردم افغانستان باشن پیگیر اهداف منفعتی و شخصی خود بودن که نتوانستن به اون شکلی از اشکال حکومت افغانستان و دولت افغانستان از حضور این کشورها و از کمک این کشورها که در بخش‌های مختلف خصوصا در بخش امنیت انجام دادن استفاده کردن؟ بله استفاده بهینه در این راستا صورت گرفت. ما شما ساخت سازهای بسیار زیادی را در تمام ولایت ها و ولسوالی‌ها در مرکز از ادارات دوائر دولتی نمونش بر فرض مثال نمونه کوچکش پارلمان هست و ساختن بسیاری از وزارتخانه ها و نهادها و ارگان ها در جای مختلف است که کشورهای دوست و همسایه ما و کشورهای مختلف دیگه که حامی افغانستان هستند، حامی مردم افغانستان هستند، به اصطلاح انجام دادن که این استفاده بهینه به نوع خودش بسیار خوب و اصلا تاریخ ساز بوده. آقای سلطانی گفتن که مردم افغانستان بیشتر با نیروهای امنیتی افغان همکار هستند، اما شماری از مردم هم به خاطر تامین امنیت همکاری نمیکنند. چگونه میشه که فاصله هایی که ایجاد شده یا نارضایتی که میان مردم و حکومت وجود داره این از میان برداشت و کی بیشتر مسئول است؟ با قسمتی از گپای برادر ما موافق نیستم به خاطر از اینکه من میگم که مردم عزتمند افغانستان در کنار حکومت وحدت ملی قرار دارن و اگر 50% که اینا گفتن که من خب شخصا دیدگاه من است که قبولش ندارم، اگر این 50% از این بالاتر است، در حد اقل بسیار بالاست، 90 بالاتر از 90 هم هست، به خاطر از اینکه اگر 50% باشم ما و شما شاهد از این خواهد بودیم که در تمام ولایت ها و ولسوالی افغانستان ولسوالی ها و ولایت دست دشمنان دهشت افکنان و تروریست ها خواهد افتاد
مردم عزتمند و آگاه و نجیب افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و در کنار دولت خود بودن و هستند و مستمرن مکمل هم دیگر هستند برای ایجاد صلح و ثبات دائمی در افغانستان تلاش میکنند که ما و شما حالا میبینید که ما موفق هستیم، نیروهای امنیتی موفق است، دولت افغانستان، حکومت مرکزی افغانستان موفق بوده و موفق است. به او خاطر همیشه وقت ما ممنون مردم افغانستان هستیم. یعنی از تمام اقوام افغانستان نقش بسیار گسترده، نقش بسیار گسترده داره و ما تقدیر و تشکر ویژه را از تمامی نیروهای محترم امنیتی داریم، مخصوصا از تمام مردم عزتمند و با افتخار تمام اقوام افغانستان داریم که این هوشیاری را در ذهن خود دارن و همه وقت در کنار دولت خود و در کنار نیروهای امنیتی خود هستند. واقعا جای امیدواری هست و جای خوشی هست. دشمنان کردل مردم افغانستان بدانند که همه وقت در همه شرایط و در همه زمان مردم افغانستان در کنار دولتشان هستند، در کنار نیروهای امنیتیشان هستند و آنها هیچ وقت به هیچ وجه من الوجود به اهداف پست و شوم خود نخواهند رسید. قاسم سلطانی، حملات چنین که در این اواخر در قلوردی 209 شاهین مستقر در بلخ صورت گرفت، چی تأثیر بر روحی سربازی که کنون در خط اول نبرد با تروریستان می رزمه یا می جنگه داره؟ اول باید بیاییم و عمل فجیعی که در قلوردوی 209 شاهین صورت گرفته تقبیه کنیم. حمله بر نمازگزارانی که در حین نماز خواندن بودن و کشته شدن، این کار اسلامیت، کار انسانیت نیست و بالاخره مثابت میشه که گروه‌هایی هستن که به نام اسلام، به نام انسانیت میخواین ما را از بین برن. ای به یک واقعه فاجعه است. وقتی من خودم روی ازی فکر میکنم ذهن مثلا نارام نمیشینه که چطور میتونه کسی به والا یک نمازگزار حمله کنه. بالاخره حمله بر قلوردوی 200 شاهین و حمله بر شفاخانه 400 بستر دو برنامه تروریستی شده بزرگ بوده که توسط نیروهای مخالف حکومتی برنامه تر شده و حداقل باید برای ما معلوم شوه که چی کسایی در پشت این صحنه دست داشتن و هر کسی که در پشت این صحنه دست داره باید به و حکومت گفته که در این مورد تحقیقات همه جانبه صورت میگیره و به اعتمادات کمیسیون هم ایجاد شوه. آنچه که در گذشته هم صورت گرفته و مردم افغانستان از بررسی حکومت از این گونه واقعات یا رویدادها راضی نیستن و میگن که نتایجش آنچنان که باشه نیست. حکومت بررسی میکنه، کمیسیون های قطیاب درست شده و بررسی خود همیشه داشته و نتیجه کارش هم به سم دولت، به سم مردم رسانده که بالاخره نتیجه کارش هم او بوده که تعداد از کسایی که در این برنامه دست داشتن دستگیر شدن و تعداد و کشته و بالاخره به سازماندهی برنامه همیشه به حقیقت‌یابی شده و به سم عمل رسیده. اما دلیل اصلی باید این باشه، همه کسایی که دستگیر میشن در این حادثات باید به شدت مجازات اعدام شوند، حداقل تا یک پند و عبرت باشه به اشخاص دیگه که دست به چنین سازماندهی‌ها میزنند. و ای اگر این کار شود، هم کمیسیون قطیاب موفق میشه، هم دولت موفق میشه و هم نیروهای مخالف تضعیف میشن. در مورد نهادها هم صحبت بکنید، نهادهای مختلف در افغانستان فعالیت میکنن و خصوصا فعالان مدنی، حداقل اینا پل ارتباط میان مردم و دولت داده باشن، چقدر تلاش کردن تا فشارهای لازم را برای حکومت خصوصا برای نهادهای امنیتی وارد بکنن تا این فشارها تاثیرگذار باشه و آنها هم برای تامین امنیت بیشتر از گذشته ها کوشا شوند؟ متاسفانه نهادهای مدنی هم از این چالش های بزرگ اصلا در امان نمانده و همیشه به زبان زد مردم شده. به طور مثال میتونم گفته که امروز تعداد زیادی از نهادهای مدنی قرار بود در مقابل دروازه ارگ ریاست جمهوری تظاهرات گسترده بر علیه نظام طالبانی و بر علیه کم و کم به حکومت وحدت ملی داشته باشند. اما متاسفانه چند گروه مشخص آمدن و برنامه ما را به تشنج کشیدن و مختل کردن به نام جامعه مدنی، به نام مدنیت، صلاح به دست از آدرس جامعه مدنی بودن؟ از آدرس جامعه مدنی نبودن، از آدرس های بالاخره حزبای سیاسی و چند شخص مسئول بودن که بالاخره از نظام کنار رانده شدن و امروز آمدن به ضد امین نظام دوباره صلاح برداشتن. یعنی میخواستن که از چون حرکات مدنی استفاده بکنن؟ یقینا میخواستن از حرکات مدنی ما استفاده کنن و به ضد حکومت وحدت ملی بیاین و صلاح بردارن و بالاخره برنامه ما را به تشنج بکشانن که نهادهای مدنی از این مسئله مطلع شدن و برنامه خود به تعویق انداختن و خواستهای مشروع و خواستهای خیلی خوب را از حکومت وحدت ملی دارن که اگر تا دو روز یا سه روز دیگه به این خواستهای نهادهای مدنی پاسخ گفته شود خوب اگر نشود خیمه تحسن برپا خواهد کردن در دان دروازه یرگ یا در پیش سفارت آمریکا تا به سوالات اونا پاسخ داده هم نشه
خیمه به کنار زده نمیشه و ما صد از اینجا میخوایم تقبیح کنم کار چند نفری را که آمدن و امروز به دست چند نفر دیگه صلاح دادن تا بیان یک حرکت مدنی را به تشنج بکشانن و از خون شهدا به نفع خود استفاده کنن. میاین و به نام خون شهدا بالاخره شلیک میکنن، به نام خون شهدا مردم آزاری میکنن، به نام خون شهدا اذیت و آزار میکنن. در گذشته ها حرکات مدنی در افغانستان خصوصا در شهرهای بزرگ این کشورها در کابل، هرات، بلخ راه اندازی شده که تلاش کردن فلان مدنی بالای حکومت فشار وارد بکنن. تاثیرگذار بوده کارکردهایشان؟ ببینین اگر خصوصا در تامین امنیت نسبتا تاثیرگذار بوده، اما گیریم اگر تاثیرگذار هم بوده نباشه، ما نمیتونیم که همیشه صدای مورد گلون ما خفه کنیم و ساکت بشینیم. بالاخره یک راه باید داشته باشیم برای مبارزه. فعالین مدنی یک پل ارتباطی بین ملت و دولت هستند که میان صدای ملت به دولت میرسانند و کارهای دولت تقبیح میکنند و یا او را بالاخره به گونه مثبت ارزیابی میکنند. اما اگر ساکت هم بشینند فکر میکنم چاره ای به جز از این ندارند که صدایشان بلند شه و ساکت شیشتن فعالین مدنی و نهادهای مدنی خودش در ذات خود یک توهین بر ملت هست. بالاخره نهادهای مدنی به هر گونه باشن صدای خود را میکشن، اگر چی بالاخره به جواب برسن و حکومت به این صداها گوش خواهد داد. حکومت نسبتا گوش میده، بس خواستهای مشروع حکومت همیشه به خواستهای مشروع نهادهای مدنی گوش داده و به اونا عمل کرده، اما شاید بعضی نهادهای مدنی هم خواستهای نامشروعی داشته باشن که حکومت نمیتونه پاسخگوی از او باشه. مثلا یکی از خواستهای نامشروع بعضی اشخاص مدنی همی است که باید حکومت وحدت ملی از بین بره، که یک خواست نامشروع است و امکان نداره، بدیلی وجود نداره، بدیلی هم وجود نداره. آقای محمدی، چی راهکارهای به خاطر حل این معضلات که مردم افغانستان با آن دست پنجه نرم میکنن، خصوصا افزایش ناامنی ها در شمار از ولایات افغانستان خصوصا در مناطق دوردست این کشور وجود دارد تا حکومت افغانستان به پیش بگیره و این مشکل برطرف شود؟ تشکر از شما. به تایید گپای برادر ما که پیشتر گفتن، من میخوام این را اشاره بکنم و مردم عزتمند افغانستان بشنوند. دشمنان مردم افغانستان هیچ وقت موفق نخواهند شد. پیشتر برادر ما گفتند که قرار بود تظاهرات امروز برگزار شود، اما با درک عمیق از شرایط حساس و فوس ماژور کشور، مردم عزتمند و آگاه افغانستان و ایزن تمام نهادهای مدنی و شبکه جامعه مدنی ملتفت به این قضیه شدند که دستهایی میخواهد جای دیگر ایجاد شود، دستهایی کار میکنه که این تظاهرات به تشنج بکشانند. اینا درخواستشان این نیست که نظام برهم بزنند، اینا درخواستشان مشروع و قانونی بوده و هست، اما کسایی مثل احمدزیای مسعود، مثل حامد کرزی مستند هست، بله، کسایی بودن و کسایی هستن از نشریات، از فیسبوک ها، از دنیای مجازی، از بخش های مختلف دستهایی در کار داشت، پیشترشان اشاره کردن و واقعا وجود داره. چرا، به چه دلیل و برای چی زمانی که شما در قدرت هستین توانمندی برای پیشبرد اهداف خدمتگزاری به مردم عزتمند افغانستان ندارین، زمانی که پس میشین به دلیل ضعف مدیریت و عدم توانمندی پس میشین، قانونی پس میشین، شما میان بازم از یک شرایط از خون شهدا میخواین استفاده بکنین و اینجا بیاین رعب و وحشت ایجاد بکنین. این بسیار نادرست است. موزلات. مردم افغانستان این را هیچ وقت نمیپذیرند. حامد کرزی اعلام کرد که دیروز شما شنیدین، ما و شما شنیدیم، مردم افغانستان شنید که برای اولین بار پس از 15 سال اعلام کرد که طالبان دیگر برادر خطاب نمیکنه. در این 13 سال اگر قاطعانه مدیریت میشد، اگر زحمت کشیده میشد، اگر واقعا برای حل مشکلات و چالش های مردم افغانستان در بخش های مختلف توسط حکومت قبلی که من در گذشته هم گفتم به شکل میراث مانده حرکت میشد، ما و شما امروز شاید از این مشکلات نبودیم. پیشتر شما گفتین در جواب سوال شما، من اینو میخوام عرض کنم، خواهش میکنم از حکومت وحدت ملی و مسئولین محترم نیروهای امنیتی جدا میخوایم که به شکل بسیار بسیار اساسی و مشخص برای برون رفت از چالش ها قاطعانه باید حرکت بکنه. این 5 نفری که گرفتار شده توسط کمیسیون مربوطه داخل اردو، بعد اونا به اشد مجازات در صورت محکوم شدنشان به اشد مجازات محمد برسن. رئیس حزب اعتماد مردم افغانستان و همچنان صافی سلطانی مسئول نهاد صلح و جهان از در بحث حضور یافتند. تشکر از شما. البته نشد به اون شکلی که واقعا ما بشکافیم، اما این اطمینان به خدمت اطمینان به مردم افغانستان میدیم که همواره دولت افغانستان در کنار برنامه آغاز روز در همین جا به پایان میرسد.